خب دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقات بهتری در انتظارتون باشه. برنامه امروز اول مرداد 1402، درست میگن دیگه، یک شنبه اول مرداد ماه 1402 برابر با 23 ماه جولای سال 2023 و هوا به شدت گرم هست. هوای تمام دنیا ریخته به هم. در آریزونا، اجازه بدید من این صفحه رو کمی عوض کنم ببینم کجا هستیم. در آریزونا مردم از دست خیابون دچار سوختگی درجه 3 میشن و میرن بیمارستان، از حرارت آسفالت، از حرارت ماشین ها. و انسان هم که اینقدر فکر میکنه دانا هست و خدا هم پوز داد گفت چی آفریدم، فتبارک الله احسن خالقین، دنیا رو چنان خراب کرده، این ساختمان‌های بلند بیرویه، این همه آسفالت، قطع کردن درخت ها، راه آبها رو عوض کردن و میبینید از اون ور ماهی ها و جاندارا از بین میرن، حالا چه تو آب و چه تو جنگل و اینها، از این ور هم به اصطلاح در جرارت که بالا میره هیچی، گازهایی که تولید میشه، نمیدونم، از همه لحاظ ما به خراب کردن این کره زمین به اصطلاح میشه بگیم که قادر بودیم و توانا بودیم و تا اونجایی که از دستمون برمیمده خراب کردیم. حالا ببینیم چه باید کرد. خب اجازه بدید من اسم دوستمونم اینجا هست پاک کنم. امروز گفتم یه شنبه اول مرداد و اون چیزای دیگه مال اسم و فامیل خودمونو اینها رو بذارم اینجا براتون. از افکت 1، افکت 2، افکت 3، افکت 4، افکت 5 و افکت 6، امیدوارم اطلاعات اشتباهی نباشه، مردم info@mardomtv.com، تاریخ و مردم تیوی و من هم سوربی در خدمتتون. فقط این دوتا چون یه رنگ هستن، بذارید من یکیشو رنگشو عوض کنم، زرد کنم که شما تفاوتش رو متوجه بشید. دوستان عزیز، حالا که صحبت از تفاوت هست، بذارید من یه چیزی رو بهتون نشون بدم که ما اون روز وقتی در برنامه گفتیم صفحه خراب شده بود، گفتیم ببخشید نورمون درست نیست و اینها، یکی از دوستان تماس گرفت و گفت که من برای شما از این نورای جدید میفرستم که هم مصرفی نداره، هم اتاق اینجا رو گرم نمیکنه. باور کنید تو تابستون من اینجا بعضی وقتا پنکرم روشن میکنم، صدا میمد، اون روز مثلا فکر کنم شاهین بود، آقا یه صدایی میاد، اون پنکر رو خاموش کردم. الان این لامپا رو که اینجا روشن کردم دیدم واقعا چقدر عالی، بعد خیلی نقلی جمع و جور. ایشون دو تا ست از اینا برای ما فرستاده، هر یه ستیش دو تا لامپه. الان من این لامپا رو به دو تا چراغ، لامپ که اون داخلیاش هست، دو تا چراغ من به شما اینا رو نشون میدم. ببینید مثلا الان اینوری رو خاموش میکنم، ببینید تصویر من چگونه میشه، این یه طرف، اینم خاموش میکنم ببین چی میشه. ببینید من اینجوری بودم، اینجا نشسته بودم، نگاه کنید اصلا صفحه پشت و همه چی رو خراب کرد، ولی اینو روشن میکنم، این اینو روشن میکنم، این بعد تازه اون کیفیت کروماکی یا گرین اسکرین و اینا هم میاد. اگر کسی از شما هست که تو کارهای برنامه سازی و به اصطلاح ویدیو سازی و اینها هست و این چهار تا یا سه تا رنگ دیگه هم باهاش میاد، این تلق یا ما شیرازی ها میگفتیم دلق، یک فیلترایی داره که روش قرار میگیره، خیلی ساده اینجوری فیلتره در میاد میره داخل و اینا هست، آبی و قرمز و اینها. و من اصلا باورم نمیشد که دو تا چراغ استدیو با پایه‌هاش داخل اینا باشه. بعد پایه‌هاش هم جوری هست که شما میتونید به عنوان اون استیکای بود که تلفنتون رو وصل میکردید از دور عکس میگرفتید و اینها، عکساش و اینها اینجا هست، خیلی جمع و جور و نقلی و احتیاج به پریز اضافی نداره. اینا به کامپیوترتون وصل میشه یا اگر با لپتاپ و اینا هستین به اندازه کافی USB ندارین، به اون USB های چارجر میزنید به
دیوار و اینها، و با همه این وسائل میاد داخلش هست. کاش که اصلا یکیشو به شما نشون بدم که چقدر جالبه اگر فقط نندازمش، یعنی اگه بیفته هم مهم نیست، چون اینقدر اینو قشنگ ساختن و سبک، میگم آدم باورش نمیشه که چجوری عوض شد. ببینید این کل ماجرای بعد چقدر راحت، اینو میخوای کوتاهش کنی اینجوری میاریش پایین، میخوای اکستندش کنی اینجوری میره بالا. من اصلا اون وقتا یادم اینا یه چیزای پیچ موره افتضاحی داشت، مشکل بود سر کار، ولی اینجا علامت زده نوشته بچرخونینش اینو و بالا و پایینش کنی، میچرخونی میره بالا لاک میشه میاد پایین و الی آخر. ببینید یکی دیگه شم این پایینه، الان من نمیخوام خیلی بره بالا چون میخوام رو میز قرار بگیره، ولی اینا حتی رو زمین هم قرار میگیره. از این جالبتر اینه که این سه تا پایه بسته میشه، شما حتی اینم میکنی دستت که تلفنت نیفته و اینها، اینو میگیری دست و همین نوری که الان اینجا هست شما میتونی به جاش تلفنت رو وصل کنی، اینجا به جای این چراغه تلفنت رو وصل کنی. نمیدونم نوشته بود 500 تا 266 تا LED هست. شما ببینید فیلترش چقدر قشنگ عوض میشه، نگاه کنید الان این فیلتره رو من میکشم بیرون، ببینید این فیلتر نگاه کنید. اون وقتا ما یه چیزایی باید وصل میکردیم، این چراغای LED هست که بذارید نورشو کم کنم. از اون بهتر این سیستمی که نور رو کم و زیاد میکنه 10 تا حالت مختلف داره. ببینید این کمتری میشه، باز چون نور هست درست متوجه نمیشه، ولی نگاه کنید من الان میگیرم یه جا و نورش رو هی زیاد میکنم، 5 6 7 8 9 10، بعد این خاموش، این روشن، این بدون فیلتر، این با این فیلتر که بهتون گفتم یه شیاری گذاشته با این، خیلی ساده میره این داخل و من همچین چیزی ندیده بودم. اگر کسی خواست که یه ست از اینا رو داشته باشه، تلویزیون مردم رو حمایت کنه، خواستم بگم هدایت کنه، اب نداره ما رو هم هدایت کنید، راهنمایی کنید، متشکر میشن. و من همیشه در برنامه ها گفتم دوستان، ما اون وقتا هم گفتن بشر جائز الخطاست، ما هم مثل دیگران اشتباه میکنیم و شما اگر به نظرتون میاد چیزی رو غلط گفتیم بگید و درست کنید. ببینید الان مثلا من میبینم اینجا نور زیاده، نگاه کنید این کنترل چقدر ساده درست کرده. اینجا یکیشه، سه تا دکمه داره، دکمه وسطی خاموش روشن میکنه، دکمه بالایی نور رو زیاد میکنه، دکمه پایینی نور رو کم میکنه. الان صداش هم شاید شما بشنوید، نگاه کنید بشنوید، ببینید اون نوری که برای موقعیت اون اتاق، برای رنگ صورت شما، هر چیزی که دوست دارید، میبینید اینجوری، و اصلا گرما نداره چون اینا LED هستن و کلش نوشته 10 وات. 10 وات وقتی که این USB فکر کنم 5 ولته، میشه 2 امپ، در صورتی که این لامپایی که ما روشن میکردیم یک دونش 300 وات بود. خلاصه ممنون و متشکرم از اون بینندهی که لوت کرد و به ما گفتم بذار اسمتو بگم تشکر کنم، گفت نه من نمیخوام همه این دوتا لامپ و این بسته ها توی همه این پایه ها و اینا توی باکسی به این کوچیکی، ببینید تقریبا 2 برابر دست منه، از این وری هم 2 اینچ میاد. و اگر کسی حمایت کنه، لطف کنه، دیگه حداقل 50 دلار، بین 50 تا 100 دلار از طریق حتی زیر یوتیوب شما میتونید پرداخت کنید یا به وسیله پیپل، اون وقت من براتون اینا رو میفرستم. این اون چیزاییه که شما میگیرید. الان نگاه کنید، یکی از چراغاش رو با پایه نگاه داشته، یکی دیگه از چراغا اینجوری، 2 تا چراغ، 2 تا پایه کامل، و به نظر من خیلی چیز کاملی هست. حتی این اسمش هم که اینجا هست الان نشون میدم که شما خودتونم اگه خواستید نگاه کنید. بعد ممکنه شما روی وبسایت های مختلف یا روی اینترنت بتونید ارزان‌تر بخرید، ولی هدف ما اینه که یاد بگیریم حمایت کنیم از
به اصطلاح برنامه‌هایی که دوست داریم. و اما اجازه بدین من یه مقداری درباره برنامه‌ها صحبت کنم و چند تا چند تا اتفاق جالبی که از اون هفته تا این هفته افتاد. اولا یه شب من نشسته بودم اونجا، بعد یه تلفن زنگ زد از 818. این روزا من چون واتساپ و اینا رو همه رو فوروارد میکنم به تلفن دستیم، جواب دادم. یه آقایی از همینایی که من به اینا میگم لو لایف، لو لایف کلمه انگلیسیه، به ایرانیش باید بگیم پس فطره. و بعد زنگ زد گفت که آقای سوربی، گفتم بفرمایید. گفت سلام، گفتم سلام جناب عالی. گفت من دوست شما هستم، الان من بیرون وایسادم. گفتم ای چه خوب، همونجا وایسا تا من بیام در رو باز کنم. قطع کردم و به اصطلاح شماره تلفنش هم بلاک کردم. فردا صبح که نشسته بودم اینجا، تو برنامه ها من همیشه گفتم اینا افرادی هستن که اگر یه سنی دارن، زنه رو طلاق دادن، بچه هاشون رفته، حالا تنها هستن و یه چیزی برای گفتن دارن ولی نمیدونن چجوری. اینی که میگم اگر معمولا مسن هستن، چون اونایی که جوانترن الان دیگه میدونن، این تلفن رو میگیره دستش، حالا از حمام رفتن و دوش گرفتن و از نمیدونم با دوستاش نهار خوردن و اینا فیلم درست میکنه، خودشو مشغول میکنه و الی آخر. من گفتم که بذار ما یه شانسی به این آقا، حیف کلمه آقا، به این مرد بدیم. شمارهشو که بلاک کرده بودم آزاد کردم و براش یه تکست فرستادم که به نظر میاد که شما حرفی برای گفتن داری. من که همیشه تو برنامه میگم اگه حرفی دارید خب بیاین فیلم بفرستید، صحبت کنید، قرار بذاریم بیاین مهمون برنامه بشید، صحبت کنید، یا اگر خودتون میخواین یه برنامه داشته باشید که منم توش نباشم، برنامه بسازید با یه هزینه بسیار کمی، از تلویزیون مردم اون رو نشون بدید، پخش کنید و اینها. یا اگر نمیخواین بگه آقا چرا به تلویزیون مردم هزینه بدم، از طریق یوتیوب، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، اینقدر دیگه الان هست که نوشتن اسمش هفت من به اصطلاح کاغذ میبره. و اونم جواب داد بله من میام و اینها. ولی آدمایی که گوشه‌گیر و تنها و اینها هستن، اون اتیک یا اخلاق اینا رو هم دیگه یادشون رفته. مثلا یکی از این چیزها اینه که شما برای یک نفر که حرف چی مینویسی اسمتو بنویسی. من با وجودی که برای این مردک که میدونه من تو تلویزیون مردمم و میدونه من کی هستم، که حالا بعدم وقتی که با دوباره هی نوشت و هی نوشت و اینا، گفت من اصلا شما رو از 25 سال پیش از تلویزیون رنگارنگ و اینها میشناسم و دوستشم، اینجاست، اونم سلام میرسونه. مثلا اینقدر بی تربیته که خب حالا خودشه که اسمشو نمیگه، بعد دوستش هم نمیگه دوست من فلانی فلانی. اولا اون موقع یکم حس کردم که اگه اینا تو فرودگاه کار میکنن، بیچاره اون مسافرایی که اینا، چه از راننده تاکسیش بگیر تا اون کسی که تکنسیان هواپیماست تا هر چی، بیچاره اون پسنجرایی که اینا به اصطلاح مسئول هواپیما و اینهاش هستن. بذارید من یه لحظه اینو ببینم که برای دوستان گذاشتم که اونا بتونن به اصطلاح ادیت آدینس، بله پابلیک، اوکی، میخواستم به اینا همه هستن. خب بعد من بهش گفتم آقا شما اولا یه چند تا سوال بفرست که من، این رسمه، طرف ببینید الان مثلا خانم موسوی من از پرسن خب در چه موردی میخوان صحبت کنیم. ما الحمدلله تو کشورمون انقدر مشکلات داریم که شما میتونید 7 روز در مورد همه موارد صحبت کنی، ولی بهتر اینه که آدم جمع‌بندی کنه درباره چند تا موضوع مشخص، تاپیک معین صحبت کنه تا هم مردم بفهمن اون چی گفته، هم خودش بفهمه میخواد در چه موردی صحبت کنه. این کارو نکرد. بعد گفتم خب آقا اسمت چیه؟ حالا ما میخوام شروع برنامه باید بگیم. میگه اسم من رونالد. که وقتی گفت فرودگاه، گفتم حتما فرودگاه نشنال ایرپورت کار میکنه که به نام رونالد ریگان هست، اینم حالا میگه رونالد. حالا اوکی آقا شما رونالد هستی ولی میشینی برنامه تلویزیون ایرانی رو نگاه میکنی، 20 سالم هست این برنامه رو نگاه میکنی،
20 سالم هست نظرت با من فرق میکنه، ولی 20 سال هست نتونستی بری یه نفر پیدا کنی که نظرت با نظر اون موافق باشه. 20 سال نتونستی بری یه کسی رو پیدا کنی که بگی بله این به اصطلاح مراد منه، من مریدش میشم، یه همچین چیزی. خلاصه ما به ایشون چیز دادیم، گفت من فقط جمعه ها ساعت 9 صبح و جمعه ها ساعت 9 شب میتونم چون شیفت دارم. گفتیم باش. باور کنید من 7 صبح وقتی صبحونه رو خورده بودم، جمعه اومدم نشستم اینجا وضع کردم همه چیز اینا رو، بعد میگه که شما زوم وضع کن تا من بیام. میگم آقا من با زوم صحبت نمی کنم، دیدید الان مثلا با خانم موسوی من با اسکایپ صحبت میکنم، اسکایپ، فیسبوک، ولی شما اگر زومی هستی شما اون اتاق میتینگ رو باز کن برای ایمیل من بفرست، من میام اونجا. خلاصه هر چی ما میگفتیم دو سه تا چی داریم ضرب المثل. یکی میگن یاسین تو گوش خر خوندنه، یعنی هیچ فایده نداره. یکی دیگه میگن که نرود میخ آهنین در سنگ، مثل این بود. آخرش گفتم آقا میدونی چیه، مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، شما برو سی خودت، ما بریم سی خودمون. دوستان به خودتون رحم کنید. خیلی از آمریکایی‌ها هستن تنها هستن، ولی برای خودشون یه سرگرمی پیدا میکنن، یه باشگاهی پیدا میکنن، هپی آوری میرن، با 4 نفر صحبت میکنن و بیچاره ها شما دغمرگ میشین، شما دغمرگ میشین. این که بلند شی حالا فرودگاه هر غلطی میکنی، مسافرکشی میکنی، میری اونجا کار میکنی، صبح بری کار کنی، عصر بیای، بعدم هر از چند مدتی هم یه بار بری ایران و بیای اونجا پوز بدی که شما اینجا خیلی پول میسازی، شما همه زندگی در حسرت داره سپری میشه. با همه این تعریفایی که کردم، این آقا که حیف کلمه آقا، اگه خواست میتونه توی برنامه بیاد 15 دقیقه تا نیم ساعت مهمون من باشه. و اما این ماجرای مهمون من بودن بعضی وقتا دردسر میشه برای آدم. ببینید مهمون یعنی من شما رو دعوت میکنم، شما میای اونجایی که متعلق به منه، حالا یا منزلمه یا آفیسمه یا تو خیابون تو پارک، بهت میگم بیا اون قسمت پارک من نشستم، شما بیا. حالا ممکنه دوتا ساندویچم بخرم، دوتا نوشابم بیارم، ولی مهمون که نمیشه خودش رو دعوت کنه. دوستان تماس میگیرن آقا ما میخوایم صحبت کنیم. میگم درباره چی؟ من زندانی سیاسی بودم و با تلویزیونای دیگه. من میگم اوکی، ما اینجا از روزی که، یعنی از 2003، از روزی که گفتیم دیگه حرف مفت بسه و اومدیم واقعیت رو برای مردم گفتیم، گفتیم ما اگر تبلیغ چلو کبابی میگیریم، نمیدونم چلو کبابیه تبلیغشو قطع میکنه، میگه دکتر تو برنامه‌تون اومده گفته کلسترول بده. اگر تبلیغ یه جای دیگر رو میگیریم، بعضیا زنگ میزنن مزاحمشون میشن، اینا ما تبلیغ رو کلا گذاشتیم کنار. پس میمونه یک راه، مثل روزنامه‌های اینجا، نه مثل روزنامه‌های ایران، مثل تلویزیونای اینجا، نه مثل تلویزیونای ایران، که یا حقوقشون رو از دولت میگرفتن، که اینم اشتباهه، ما دولت حقوق نداره، از ملت میگیرن، حالا یا مالیاته یا پول نفته، همون هم مال ببین اگر رادیو تلویزیون ملی ایران حقوق نمیدادن به اینا، اون پول میومد به مردم. همین الان این آخوندا اگر تلویزیون ریش و پشم حقوق ندن، این پول میاد تو مردم. اوکی، پس تلویزیونی که مستقل میخواد باشه، شما باید اینقدر فهم و شعور داشته باشی، مخصوصا اگر ادعای سیاسی بودن میکنی، که خب آقا این از کجا پول بیاره؟ حالا این یه نفر دوتا دستگاه لامپ برش فرستاد، اون خانمه لطف کرد پول داد ما رفتیم دوربین خریدیم، این از کجا بیاره بخوره؟ امروز که نمیره سر کار، اونم تو آمریکایی که عمری کاره. دو سه تا برنامه پیش اومد، یک آقایی به نام بهنام، اگه اشتباه نکنم بهنام ابراهیم زاده، امروز هم برش نوشتم آقا شما یه ویدیوی کوتاه درست کن، اون مهمون من یه بار میذاری، اگه دیدی بازدید کننده داشت، تماس گرفتن اینها، دوباره میذاری، اگه نه میری سراغ کارت. بعدم قرار نیست شما به یه ویدیو که میذاری ایران آزاد بشه. اگر میشد
این همه مساوی کردی با تلویزیون های مختلف، از تلویزیون شهرام همایون هی به شهرام همایون هم میگه داریوش همایون، میگم آقا شما چه سیاسی هستی که دقت نداری به خانم ویکتوریا آزاد و نمیدونم به شعله سعدی و به اینا مصاحبه کرده؟ میگم خب اگر مصاحبه خوبی بود به اون نتیجه که میخواستی رسیدی، از این تلویزیون نقلی که میخواد از تو هزینه بگیره شما چی میخوای؟ خیلی جالبه، من براتون میخونم از روی نوشته هاش که یک واو به اصطلاح پس و پیش نگفته باشم. آقای بهنام ابراهیم زاده: اولین ماجرای من و ایشون اینجوری شروع شد. ببینید دوستان، اصلا مغز آدم سوت میکشه. نگاه کنید، سلام، نمیدونم میبینید، بله، سلام، اوکی، منم به انگلیسی نوشتم سلام. حالا ادامه میدم، قبول کنید که من اون چیزی که میگم هست، اگرم شک دارید عکس شوهرتون میگیرم میفرستم. خب اون گفته سلام، منم گفتم سلام. حالا شروع شد. من زندانی سیاسی و یکی از فعالان کارگری و حقوق کودکان به نام بهنام ابراهیمزاده هستم. میخواستم آیا میشه با تلویزیون شما مصاحبه کنم؟ جمله رو دقت کنید، ما نوشتیم که شما کجا هستی؟ ایران، ترکیه، اروپا، آمریکا؟ نوشته که تازه از کشور خارج شدم، الان آلمانم. منم براش با آلمانی نوشتم متشکرم، دانک، اوکی. بعد نوشتم که دوست گرامی، فردا صبحش، چون بعض شبا خسته هستم دیگه از سر کار میام، دوست گرامی خوشحالم که در آلمان هستید، شما میتونید ویدیو درست کنید، من ویدیوی شما رو روی صفحات تلویزیون مردم، مردم تیوی و فیس خودم و لینکدین و توییتر برای بیش از 20,000 نفر پست میکنم. پست کردن نه اینکه یعنی میده در خونه‌شون، شما یه چیزی رو که نصب میکنی یه جا، اینم بهش میگن پست. مثلا یه جا که میری نوشته this property is posted، یعنی این گذاشتیم شما بدون که این نباید بیای اینجا. بالاخره من نوشتم که هزینه این کار $25 است. دوستان امروز آقای پتیک برای من نوشته بود یه رستوران ایرانی در کالیفرنیا استیک $100، آبجو $11 که گفت من قرار بوده برم، بعد پیش خودم گفتم من چرا برم یه استیک $100 بخورم؟ این $100 رو کمک میکنم به یکی که احتیاج داره، این $100 رو کمک میکنم به یک خانومی که در ایران روی صندلی چرخ داره، حالا باتری صندلی چرخ دارش از کار افتاده، این بنده خدا دیگه نمیتونه بره در مغازه پدرش حتی کمک کنه به پدرش. یکی نوشته بود ایشون کمک میخواد، من نوشته بودم چی میخواد، کجا هست. با دوستمون آقا افشین تماس گرفتیم در ایران، گفتیم اگه میشه این کار رو انجام بده. ممنونم از افشین عزیز، ممنونم اون دوستی که قبلا برنامه داشت آقای ارشاد، ما حتی یه نفر احتیاج داشت به جراحی، آقای ارشاد توی گنبد کاووس براش بیمارستان پیدا کرد، همونجا جراحیش کردن، که همین آقا بعد رفت ترکیه، همین سازمانای کمپوزیسیون اینا پول براش جمع کردن، پولاش خوردن، ولی آقای ارشاد چون ما گفتم برم. خب نوشتم ولی اگر مایل هستید که با من در برنامه مصاحبه کنید، چون من باید، اگه شما گفتید سه شنبه، از یه نفر اینو بارها گفتم، اگه یکی زنگ زد گفت سوربی بیا اینجا فیلم بگی $400 $300، میگم نه آقا، من قول دادم به آقای بهنام ابراهیم زاده، نمیخوام بهش دروغ بگم، زنگ بزنم بگم حالم بده یا فلان، من اینجوریم. حتی نوشتن $150 باید بدید که $25ش بعد میشه برای اینکه این برنامه ها رو میذاریم روی یوتیوب و فیسبوک و اینها و الی آخر. حالا این جالبه، این جالبه. روز جمعه نوشته که سلام، ببخشید هزینه یعنی چی؟ یعنی شما فعال سیاسی هستی، 8 سال زندان بودی با آقای شعله سعدی، با آقای هالو، با 10 تای دیگه که اسمشون رو بردی، معنی هزینه نمیدونی چیه؟ هزینه یعنی این که شما به من گفتی سوربی بلند شو بیا، میگم پول بنزین ندارم $5 بده، این میشه هزینه که من بیام اونجا.
شما یه چیزی میری میخری، میگی اینو ببر اونجا، میگه هزینهش میشه اینقدر. اوکی، هزینه یعنی چی؟ یعنی شما بابت مصاحبه با یه زندانی سیاسی پول هم ازش میگیرید. من ده ها مصاحبه با تلویزیون های مختلف دارم، داشتم، میگه دارم، و ابدا کسی از من پول نگرفته است. چطور شما با یه زندانی سیاسی، کسی که 8 سال زندان های مختلف بوده، هزینه و رنج بسیار کشیده، خانوادهش رو از دست داده، از دست جمهوری اسلامی برخلاف میلش فرار کرده، بابت مصاحبه پول ازش میگیرید؟ اصلا من شوکه شدم. پس من باید خیلی از جامعه طلبکار باشم که این همه سال زندان بودم و تنها فرزندم رو در این راه از دست دادم، در همین انقلاب ژینا پسرخاله 20 سالم و راه سپاه تروریستی کشته و و و و و. خب ما خوندیم دیگه، ما توی 25 سال یاد گرفتیم جواب افراد چجوری بدیم. نوشتم که لطف کنید بنویسید من چه مبلغی به شما بدهکار هستم تا تقدیم کنم. منم دبیر هنرستان بودم، ماشین نو داشتم، منزل کوچک نو داشتم، کار دولتی خودم رو رها کردم، رفتم آلمان، 2 سال در آلمان از انگورچینی گرفته تا تودوزی مبل و هتل‌ها صندلی‌هاشون روکش و اینا رو عوض کنی، 2 سال انگورچینی و کارگری کردم تا رسیدم آمریکا. من به جای زندان به زندان شما، من داوطلبانه، حتی سربازی هم 2 سال کامل انجام دادم، رفتم آبادان در زمان جنگ تا کمک کنم که عراقی ها داماد من و شما نشوند. یه تابلو کوچیکی هم به نام من و آقای استقامت و آقای عالمچه زده بودن دم یه کارخونه خسرو آباد آبادان، کارخونه یخسازی بود که این به همت این ستا اون موقع هنوز هی رسم نشد، هی بهم بگن مهندس مهندس، این 3 نفر که از هنرستان ها آمدن این کارخونه کار کرد و روزی 2000 قالب یخ میداد به اصطلاح جبهه. بعد نوشتم که ای کاش درست فکر میکردی و از کسانی که با شما مجانی مصاحبه کردند میپرسیدی آقا خانم شما از کجا پول میگیری که میتونی به من مجانی وقت بدی خودتم بشینی اونجا بعدم بری خونه خرید کنی، بری خرید کنی بری خونه. برای شما فردای بهتری آرزو میکنم. خب ایشون جواب داده، نوشته بدهکار نیستی. نگفتم بدهکاری، من گفتم چرا باید بابت مصاحبه با تیوی من پول بدم؟ من تازه چند ماه وارد آلمان شدم، هنوز در کمپ هستم. شما که در کمپ هستی یعنی خورد و خوراکت مجانیه، خوابت مجانیه، یه حقوق تو جیبی هم بهت میدن، کاپشن و لباس زمستونه تابستونه کفش و اینا هم بهت میدن، درسته؟ بودم دیگه. اوکی؟ خب همونجا شما اگه سوار مترو میخوای بشی میتونی بگی من 8 سال زندان بودم از من پول نگیر؟ میخوای بری نون و ساندویچ بخری میتونی بگی من زندانی سیاسی بودم از من پول نگیر؟ خلاصه حالا ایشون یه کمی رامش، خلاصه هنوز در کمپ هستم، سر کار نمیرم. همین کمپ میبینی اینم مثل سربازیه، وقتی که یه مدت ازش گذشت اومدی تو جامعه کار کردی، دیدی آقا از صبح تا شب جون میکنی، میگی بابا اون کمپ، بهتون گفتم یه دوست ما اومده بود اینجا، الان فامیلش یادم رفته، ترک آذری و اینا بود، برگشت هم ایران، گوه آقا تو زندان ایران به من قرص قلب رو میدادن، من اینجا برای قرص قلب باید روزی خدا فکر کنم گفت روزی 1000 تا بشقاب باید بشورم. این دوستانی که یادشون هست ما درباره کی داریم صحبت میکنیم بگن، بذار من اینجا این ببینم که من. یه لحظه این تصویر میاد میره، میخوام نوشته های اگه دوستان چیزی نوشتن باشه. خلاصه سر کار نمیرم، من تمام زندگی و جوانی رو در راه مبارزه علیه رژیم از دست دادم، دوباره فرزند 20 سالم در همین راه از دست دادم، الانم حکم 6 سال مجدد رو دارم، کل خانواده و زندگیم رو از دست دادم، اینکه دیگر تلویزیون ها از کجا میگیرن مهم نیست. ببین آقا مهمه،
اونا بهشون پول میدن که توی بیچاره ای که رفتی زندان اینجا حالا چیکارت کنن، مشغولت کنن. خیلی هم مهمه. هر روز آقای شعله سعدی همشهری من که مشنگ این آقا، یه طبع شاعری هم داره، میاد میشینه فکل کراوات و نمیدونم دکمه سر دست میزنه، حرف میزنه، به مردم ایران دروغ گفت. 2 سال تو فرانسه بود میگه من تهرونم. آقای حالو 2 سال تو ترکیه بود به بچه های ایران میگه من ایرانم. اون وقت مردم میگفتن عجب ایرانی، خب اینجوری میگه ما هم بریم بگیم. ولی اون با دخترش گویا تو ترکیه بوده، اونا اونجا کشته میشدن. ولی سزاشون همین که بیان خارج، اون وقت در انگلستان دوستان شاه‌اللهی انگوش کنن کونشون. مهم عزیز من، شما از راه رسیدی بعدم میگی دیدم این تلویزیونه اسمش مردمیه. آقا ما اشتباه کردیم، ما غلط کردیم. شما من یاد اون جوکه میندازی، طرف گفت شیرینی ناپلئونی، پس ناپلئونش کو. یه خوراکی بهش داده بودن، خلاصه جوکی هست دیگه، همتون میدونی. آقا شیرینی اسمش ناپلئونیه. تلویزیون مردم گفتیم، از مردم، برای مردم، با مردم، با حمایت مردم. شما اون جوکی هم بود، خانم و کنیزش میگفت چیز دیدی کدور ندیدی، شما نمیبینی، شما نمیخوای. حتی وقتی یکی بهت میگه آقا برو تحقیق کن نمیری. دیروز داشتم یه برنامه رو گوش میدادم درباره ژانویه 1979 و آقای شاه. میگه آقا همه دنیا، همه ایرانیای دلسوز، حتی اونایی که مخالف شاه بودن، بهش گفتن آقا نکن، این راه که تو میروی به گورستان است. گفت نه. آخرش یکی از اینای فرانسوی ها بهش گفت آقا آمریکا و انگلستان تبانی کردن که تو رو بندازن بره، تو دهن گشادتو باز کردی. 5 سال پیش گفتی سال 1979 من نفتو گرون میکنم. دوستان شاید هیچ کدوم از من و شما نمیدونستیم. شما میدونید اصل این صدام حرومزاده رو که ما همه نفرت داریم ازش، ولی بعضی همون به خاطر همین که وایساد تو مملکت یه جوری براش احترام قائلیم، اصل و ریشش رو کندن. میدونید برای چی؟ صدام اولین نفری بود که گفت دلار آمریکایی باید از بین بره. نه از بین بره ها، دلار آمریکایی نباید واحد پول جهان باشه، اونم دلاری که پشتوانه نداره، طلا پشتوانه نداره. خب حالا این من میخوام بهتون بگم ها، اینا سیاسی های ما هستن و متاسفم که یک کشوری الان سیاسی زندانی سیاسی بودن شده براش اعتبار. شما میری یه جا میخوای کار رو کنی، من میخوام برم یه جا استخدام بشم، میگن سابقه کاری چیه؟ میگم 3 سال برای این شرکت کار کردم، تقدیرنامه گرفتم. 2 سال برای اون شرکت کار کردم، این دوره رو گذروندم. 10 سال برای اون شرکت کار کردم، این 40 سال توی این مملکت رانندگی کردم، یه دونه تصادف، یه دونه تیکت ندارم. حالا این دوستان پاشونه که میذارن یه جا، آقا من زندانی سیاسی بودم. آقا ما نمیخوایم حالا به زندانی یا سیاسی بر بخوره، به تریش قواشون بر بخوره. شما خول بودی که آخوند گرفته، یعنی چی؟ بلد نبودی چه کار کنی. حالا تازه آقای فخرآور اومده، یادتون میده دوتا باشین، ستا باشین. از اون بیچارهایی که توی کودتای نوژه شرکت کردن، چجور همه ایران خبر داشتن قرار کودتا بشه. به به، عجب پنیری. خب حالا برگردیم دوباره این دوستمون، من با اصلا عکسای نوشته های بین من و اینو بگیرم براتون بذارم. خلاصه مهم نیست، ولی بیشترشان کمک های مردمی است، کمپین مالی دارن. آفرین آفرین. آقای شهرام همایون میگه شما این کاغذ رو بده دست من اینو تو تلویزیون نشون میدم، $10,000 میگیرم. من میام اینجا میگم آقا ما 2 تا لامپ و 4 تا لامپ برامون فرستادن، 2 تاشو میخوایم، 2 تاشو میدیم به شما، پول بده. نمیتونیم آقا، بلد نیستیم، بیزینسمن نیستیم، کاسب نیستیم. پدر بنده کاسب نبوده، پدر بنده کارگر بوده، کار میکرده یه پولی در مقابلش میگرفته، اونم پولی که شرکت نفت میداد به پیمانکاری پیروی. آقای پیروی هم که اهل کازرون بود، با جگوار رانندگی میکرد اون زمان، حاجی پیروی، خدا میدونه چند درصدش میخورد به پدر بنده که باید
توی زمستون با آهن سرد، توی تابستون با آهن گرم، توی اون جاده های خیلی عالی که شاه درست کرده بود که به قول آقای اکبری عقب جلو باد میزدن توی نمیدونم کولیکوش و توی اینها کتل پیرزن و اینها. خب یکی کارگره، یکی کاسبه. من نیستم آقا. شما به صرف این که رفتی زندان و الان خود تو زندانی سیاسی میدونی نمیتونی برای همه تکلیف تعیین کنی. خب بفرمایید. نوشته هاش: کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. این یک نمونه از مصاحبه های منه. لطفاً و لااقل یک سرچ مختصر در مورد من میکردی. آقا شما جمله ها رو بلد نیستی بنویسی. زمان حال، گذشته، آینده، گذشته استمراری، این جمله غلطه. این یک نمونه از مصاحبه های منه. لطفاً و لااقل یک سرچ مختصر در مورد من میکردی. که چی بشه؟ شما یکی دیگه مثل آقای اوسانلو، شما یکی دیگه مثل صدها که باهاشون مصاحبه کردیم، کارشون که تموم شد حتی گفت ویدیوی منو بردار. یعنی چی؟ یعنی من دیگه حالا پناهنده نیستم، پناهجو نیستم، خرم از پل گذشته. خب حالا ایشون این ویدیو رو فرستاده، ما هم اومدیم نشستیم گوش دادیم. خانم ویکتوریا آزاد که یه مدت شایعه بود که ایشون با رضا پهلوی هست، اینا تو کانال یک گویا یه برنامه داره. خب آقای شهرام همایون به ویکتوریا آزاد برنامه مجانی میده یا ساعت 300 دلار تا 800 دلار پول میده. با خانم ویکتوریا آزاد تماس بگی بگو پول از کجا میاری؟ حمایتای مردمیه. با آقای شعل سعدی بگو شما یل یل داری میگردی، کوتای یقه نمیدونم چیز، اینا رو از کجا میاری؟ بده من میخوام برم مصاحبه کنم. بعد مگه شما تو شعارتون نمیگفتید هر یک نفر یک رسانه است؟ دیگه چه احتیاج به این رسانه 25 ساله دارید با یه آدم پیرمرد؟ خب آره من اشتباه کردم، چون ایشون بالا اسم نوشته بود، از بس من عصبانی بودم گفتم آقا من اسم شما رو هم ندیدم، شما خودتون من... آها ببخشید، این بود اشتباه من، این بود که این بالا ایشون شمارش هم میذارم شما هم تماس بگیرید باهاش. ببینید میبینینش، عکسش هم هست، شمارش در... بعد رفتم اومد. شمارش رو میخونم، این شماره واتساپ به اضافه که همون به جای یک استفاده میشه 90 544 660 80 13. این آقا به جایی که اسم خودشو بنویسه، اسم سازمانشو بنویسه یا هر چی دیگه نوشته اوج اقتدار. یعنی چی؟ اینا هنوز همون چگوارا هستن، همون فیدل کاسترو هستن، همون آقای ماندلا، نلسون ماندلا هستن. آقا گذشت، قرن 21 قرن جنگ های چریکی نیست. باید از مغزت استفاده کنی، بری یاد بگیری، ببینی مثل آقای ایلان ماسک چجوری امروز میتونه همه رو به زانو در بیاره در برابر قدرت دانشی که داره. گذشت عزیز من، میگی خانوادم رو از دست دادم، فرزند، متاسفم، ولی من به شما گفتم برو از دست بده؟ این بیننده من گفته؟ به هر کدوم از ما اگه میمدی میگفتی من میخوام یک همچین کاری انجام بدم، بهت میگفتی آقا این کار خیلی احمقانه است. دوستان یادتون باشه یک کاری از نظر من شجاعانه است، به شما که میگم شما با 9 تا دلیل به من نشون میدی که آقا این احمقانه است، این چه شجاعتی است. خلاصه حالا دیگه آخر بهش گفتیم آقا شما اگه فیلم هم میفرستی، فیلم مال سال 1399 نه، الان سال 1402. شما نوشتی من به تازگی از مملکت خارج شدم، آدم دروغگو کم حافظه است، نوشتی من به تازگی از مملکت خارج شدم. اون وقت ویدیویی که میفرستی مال 3 سال 4 سال پیش، 1399. بعد من چیکار کنم حالا؟ اونو بیارم پخش کنم؟ خب آقا شهرام امامی یقه منو میگیره، میگه آقا این کپی رایتش مال منه، اصلا خبر نداری، صرفا ما چون نوشتیم که شیرینی ناپلئونی، شما میگی خب ناپلئون از تو این بیار بیرون، چش بشین تو ما ناپلئون با شمشیرش بیاریم بیرون. ببینید اینجا نوشته تازه از کشور خارج شدم. اوکی
ولی مصاحبه برای من میفرسته 3 سال پیش با آقای شعل سعدی. خب بیان پایین تر، همینجوری داشتیم کل کل. این وقتایی که من با شما تلف میکنم عمر منه، عمر منه. میدونید که اینایی که نوه دارن و اینها برای که دل خودشون خوش کنن میگن اوقاتی رو که با نوه هاتون میگذرونین جزء عمر حساب نمیشه. این بزنم اینم اصلا صدا داریم اینجا در آریزونا مردم جزء عمر حساب نمیشه. بله چیزم داره. خب این عمر منه، شب میام شما میشینی مینویسی، یادت باشه شما تو کمپ هستی داری پول میگیری، خورد و خوراکت مجانیه، همون تخت طبقه سوم که بهت دادن مجانیه، دوش و حموم اینات مجانیه. ما همین 3 هفته پیش 15,000 دلار دادیم کولر و بخاری و اینها رو درست کنن تا 15 سال دیگه هم باید قسط بدیم. آخه همه چیزی که من نباید اینجا بیام بگم و من اصلا وظیفه ندارم که به شما توضیح بدم، ولی شما چون پرسیدی من دارم بهت میگم که دیگه این اشتباه رو انجام ندی. آقا یکی میدونست تلویزیون مردمی معنیش این نیست. ببخشید من یه دفعه به یکی گفتم آقا شما به این بچه ها میگیم مگه اینجا طویل است که اینجوری میای تو؟ یعنی خب من تو که اینجا نشستیم طویل است دیگه. مدرسه بود، طرف در باز کرد اومد، ناظم مدرسه بهش گفت که مگه اینجا طویل است که اینجای تو؟ حالا شنیدن یه چی دیگه میگن تو ایران، شنیدن میگن مگه اینجا پاساژه که همینجوری میای تو؟ خب این بهتره. خب کل کل کردیم و رسید به اینجا. بهنام ابراهیم زاده هستم، من با شعل سعدی هم بند بودم. خب که چی؟ اون شعل سعدی خودش چه پخیه که شما با اون هم بند بودی. من ویدیو فرستادم که این نمونه مصاحبه است، نفرستادم که شما بازنش بدی. خب وقت من تلف کردی علکی. بعد من زنگ زدم که گفتم آقا نوشتن مثل که ما به جای نمیشتیم با ایشون صحبت کنه. نوشته که من جایی بودم نتانستم، حتما به نظرم اومده کرد، نتونستم جواب بدم، دوباره من پیام بذار اون پیام بذار. آخرش گفتم که بابا اصلا شما درست میگی، ما به شما بدهکاریم، یه ویدیو درست کن بفرست ما پخش کنیم ببینیم چی میگی. این از این. بله ببینید من اینجوری نوشتم، باز هم سلام، برش نوشتم 15 دقیقه، any topic you like، هر موضوعی که دوست داری، حتی بیا راجع به تلویزیون های پولی صحبت کن. و اونایی که از شما پول نمیگیرن چرا نمیگیرن؟ از کجا پول میارن؟ خب براش این آخرین نوشته من بوده. باز هم سلام، شما انسان بسیار خوبی هستی، در سیاست خوب بودن بد است. من امروز درباره شما صحبت میکنم، امیدوارم دلخور نشوید. فکر میکنم افراد زیادی هستند که مانند من فکر میکنند. فراموش نکنید که دوستان خود را امتحان کنید. از آنها بخواهید نفری 10 دلار شما را حمایت کنند تا بتوانید مستقیم در تلویزیون مردم یا هر تلویزیون دیگه یا هر روزنامه دیگه برید حرفتون را منتشر کنید. آقا اینقدر اومدید حرف زدید، شما و دیگران، از آقای سکویی گرفته، از فولادوند گرفته، از حخا گرفته، از آقای شایان کاویانی گرفته، از تیمسار روانی گرفته، چطور شد؟ چی شد؟ هیچ. اوکی بالاخره بعدم ایشون پیغام گذاشته ببینیم چی میشه. خب این ویدیو خیلی قشنگه، تو همه چیزو بنداز گردن خدا. خب این یکی از دوستان. یه دوست دیگه ای که این آقا از این آقا هم جالب تره، یعنی ما اینجا صبح تا عصر یکی و دوتا از این دوستان اینجوری نداریم. این آقا اگه اشتباه نکنم بذارید من، خب آها این شاه و صدام نوشتم وقتی که پاپت این عروسکای هست با دست بازی میکنن فلان، اینا وقتی یاقی میشن خب اون طرفی که شما رو داره میچرخونه میندازه تو قوطی اینوری، یکی دیگر میاره.
شاه تو همین تو همین برنامه‌ای که راجع به ژانویه 1979 و اون گوادلوپ و اون چهار کشوری که اونجا بودن، انگلستان، آلمان، فرانسه و آمریکا، که کارتر گفته شاه باید بره، بعد اون یکی هم قبول کرده، اون دوتا قبول نکردن اول، بعد اونا هم قبول کردن، که بعد آقای ژیسکار دستان اگه اشتباه نکنم یک کتابی نوشته بود، تو اون کتابو نوشته بود که کارتر حرومزاده است و خلاصه شاه اینجور و اونجور. آقا فرانسه هم وقتی شاه رفت به نفع شد، یه مش بدهیایی که به ایران داشت کشید بالا. آلمان هم وقتی شاه رفت یه مش پول که دستش بود کشید بالا. همه به نفعشون بود که شاه بره. امروز همه به نفعشون هست که این آخوندها بمونن. چرا نمیخواین قبول کنین؟ شما اگه میخواید حرف بزنی حمایت جمع کن، بیا اینجا با هم حرف بزنیم، شاید اصلا بشینی گریه کنی بگی ای داد بیداد، من همه عمرمو از دست دادم، ای کاش یه نفر مثل سوربی اینجوری به ما حقیقت رو گفته بود. این هم از این. خب مصاحبه با خانم مهناز موسوی رو تا یکی دو دقیقه دیگه برنامه‌ش رو روی چیز میذارم، روی ویدیوهای یوتیوب و اینا هم ببینید. و اتفاقایی که گفتم افتاده، یکی دیگه هست به نام آقای سیاوش لاله‌زار. خب ما ببینید، من بزنم اصلا صفحه‌مو به شما نشون بدم اینجوری، این میارم روی مور یا روی اینفو مثلا، حالا مهم نیست دیگه. ما از صبح که میایم اینجا فیسبوک، ایمیل، توییتر، لینکدین، اینستاگرام، تلگرام، هر کوفت و هر زهرمار دیگر هم باز میکنیم، صفحات خبری که قبولشون داریم یه دور میزنیم، یه نگاه میکنیم ببینیم کجا به کجاست، نقل کجاست. همینجوری اون روز ما یه نفر دیدیم به نام آقای این آقای سیاوش لاله‌زار از ایران کمک میخواد. من نمیدونم اصلا چه خبره تو ایران. حالا حکومت که الاغ و نادون و اینا هست برای خودش، مردم تو مغزشون چی میگذره، مردم چی فکر میکنن. این خانمه میاد پول میخواد، اون یکی میاد اونو میخواد، ولی اون بدبختی که واقعا به اصطلاح مستحق هست، اون باید بذاریم اینو کیه کامرای دو، اجازه بدید دوستان من اینو بزنم اینجا آف کنم، کامرای دو رو نگاه کنید آقای لاله‌زار. خب ببینیم که این ببخشید من برای اینا گفته بودم سه و نیم، الان سه و نیمه. دیلی و نهار بنویسم، من نمیتونم. I won't be able. Okay. I won't be able to make it. خب اینو بذاریم کنار دوستان و از شما عذر. یه آقایی مثلا اینم فرایدی، شما نگاه کنید امروز یک شنبه است، امروز یعنی دو روز از فرایدی، از جمعه گذشته آمدن. حالا ایشون باز لطف کرده، اقلا یکم ادب و رعایت کرده و اینها. سلام و احترام آقای پارسای عزیز و بزرگوار، آقای پارسای عزیز و فرهیخته، من ازتون خواهش میکنم، انسان بزرگوار عزیز شرافتمند، آنه که درخواست کمک منو برای یک بار فقط برای هزینه درمان و پزشکی و معیشت اجابت کنید. من تمام قلبمو گذاشتم که با نیت صاف ازتون کمک بخوام برای یک بار. دوستان ادبیات نوشتاری ایرانی ها رو نگاه کنید کجا داره میره، چه به سر ما اومده واقعا. این آقا نگاه کنید، اگه عکس مال خودش باشه ببینید. سلام و احترام آقا پارسای عزیز و بزرگوار. آقا کسی رو با اسم کوچیکش آقا نمیگن، نمیگن آقا اکبر، آقا محسن، میگن آقا مثلا آقای محسن فلانی، نمیدونم. ولی ما دیگه باید کوچکترین چیزها رو بیان برای این دوستان توضیح بدیم. خب اینم عکس آقای لاله‌زار، این روی لینکدین هست اگه شما میخواییم به ایشون کمک کنید.
خب ولی جملهش اصلا من خندم میگیره. آقای پارسای عزیز و فرهیخته، من ازتون خواهش میکنم، انسان بزرگوار عزیز شرافتمند، آن در شرافتمندانه درخواست کمک منو برای یک بار فقط برای هزینه های درمان و پزشکی و معیشت اجابت کنید. من تمام قلبم رو گذاشتم که با نیت صاف ازتون کمک بخوام برای یک بار. من به بیماری خاص آمفیزوم ریه مبتلا هستم و قابل درمان نیست. من سیاوش لاله‌زار هستم. آقا پارسای عزیز، هموطن عزیز، 59 ساله، از خوزستان، اهواز، ایران، مستمری بگیر، بازنشسته، با کمترین حداقل حقوق و 6 سال سن، با بیماری شدید و غیر قابل درمان ریه. من هموطنم و عزیز تکنسیان شرکت لوله‌سازی اهواز بودم که به علت کار در کوره ذوب در قسمت برق به مدت 20 سال دچار بیماری صعب العلاج آمفیزوم ریه که جز بیماری خاص می باشد شدم و الان در عین کلاس سومی پنجمی که بخواد انشا بنویسه. خب باش، اب نداره. از ریه هم خون میاد به علت نداشتن بضاعت مالی خوب و مستعجل بودن و دو فرزند بزرگ داشتن، دختر دمبخت بیکار که الان مدت هاست در تلاش برای پیدا کردن کار و پسرم هم دانش آموز، واقعا خالصانه صادقانه توان هزینه درمان را با اینکه بیمه تأمین اجتماعی هستم ندارم. من 6 سال تحت نظر دکتر فوق تخصص ریه در بیمارستان تخصصی جندی شاپور اهواز و الان هم به خاطر تومور ریه سمت راست باید نمونه برداری بیوپسی انجام بدم. من هر مشخصات و مدارک مستند پزشکی و تماس خواهم داد. ازتون خواهش میکنم، تمنا میکنم. آقا پارسا عزیز، فقط در مورد هزینه های درمان و آزمایش مدارک هست، کمکم کنیم. هموطن عزیز، هموطن خوبم، خواهش میکنم ترتیب اثر بدید اگر براتون مقدوره. من یک مورد هم در مورد هزینه بیوپسی ریه در اهواز موجود نیست و باید در بیمارستانهای اصفهان و یا تهران انجام بدم، کمک هزینه خواستم. مدارک و مستندات دکتر معالجم، شماره تماس و فلان میفرستم با تمام صداقت قلبم، به اضافه هزینه داروهای کمیاب. ببینید اصلا انقدر طولانیش کرده که اصل موضوع فراموش میشه. حالا من برای این دوستمون نوشتم: دوست گرامی، شما در ایران هستی؟ شماره تلفن شما چیست؟ ما در ایران دوستی داریم، ایشون با شما تماس میگیره، شاید بتونن اونا بهتون کمک کنن. چه میدونم 5 دقیقه بعدش نشده نوشته آقا من با ایشون تماس گرفتم، تقاضای دوستی کردم، ایشون هنوز جواب نداده، میشه شماره تلفن منو بهش بدید؟ خب حالا نگاه کنید، سوربی اینجا نشسته، یه بار باید کار آقای بهنام ابراهیمزاده رو انجام بده، یه بار اینجا ما انجمن خیریه درست کردیم، من نمیدونم حالا اون بنده خدا درست میگه اشتباه کردیم گذاشتیم تلویزیون مردم، که ایشون هم به اشتباه میگه مردمی، باید حالا تقاص پس بدیم. هر کی از راه رسید باید بهش بگیم بیاد. بعدم طرف میاد میگه آقا این که گفت من زندانی سیاسی بودم، این چک برگشتی داشت، فلان بود، هرچی بگذار. این دوستمون هم که دانش آموز و دو تا فلان اینها، ولی یه چیز جالب براتون بگم. ببینید دوستان، بازنشسته ایران چقدر میگیره؟ اگه اشتباه نکنم یه جایی نوشته بود 13 میلیون خورده میگیرم، 2 میلیون میدم اجاره. بله اینها، اینجا که دروغم نگفته باشم. شما ببینید ما از صبح تا شب با چه مشکلاتی که اصلا قرار نیست اینا مشکلات من باشه. من فقط یک بار کمک هزینه و معیشت لازم دارم. حقوق من 13 میلیون که 2 میلیون، دوستان نگاه کنید، این یه آدمه از کار افتاده بازنشسته است، 13 میلیون حقوق میگیره. میدونم حالا هر یه دلار شده 500 هزار تومان فلان، ولی نگاه کنید خرجاش: 2 میلیون اجاره میدم، 3 میلیون شهریه تحصیل پسرم و 3 میلیون هم هزینه درمانی، ماهانه درمانی من، حقوق من به
من نمیدونم درمانی من، حقوق من به 10 روز نمیرسه. آقا جان بنده اگر امکان داشت با پسر شما صحبت میکنم، میگم پسر جو شما مدرسه میخوای بری برای چی؟ میخوای بری آدم بشی، درسته؟ بابات داره میمیره، درس میخوای بخونی برای چی؟ مثل خواهرت بیکار بشی؟ برو آقا، این جا به جا نره مدرسه، مای 3 میلیون گیر شما میاد، درسته آقای لاله‌زار؟ خب این 3 میلیون سوری کمکت کرد دیگه، هر ماه هم هست، یک دفعه هم نیست. و پسر جان برو کار کن، برو کار کن، کمک باباتو بده، چون مدرسه ها که فکر نمیکنم شهریه بگیرن، اینا برای دانشگاه آزاده که این پدر سوخته رفسنجانی راه انداخت، این تخم لق و شکن تو دهن ایرانی ها که همه باید لیسانس باشن، همه باید کارشناس باشن و کارشناس ارشد باشن و همه باید بیکار باشن. حالا بیکاری هم میشن که میاد تو خونه میشینه، از ننو باباش هم طلبکاره. اون جوکه بود، طلب میگه آقا من یه تنه 5 نفر میزنم. گفت جدی؟ گفت آره، بابا و مامانم و ست خواهرم و همه رو میزنم. اینا هم اینجوری شدن، میره کارشناس ارشد، کارشناس نمیدونم مرشد، بعد میاد میشینه اونجا، مامان یه چایی برای من بیار. اونا هم اعصابش خرابه، کارگیرش نمیاد. اگه مثل آمریکا باشه، از 13 سالگی 14 سالگی این برور کار میکنه، چمن هم دیگر میزنه، از 16 سالگی میره مکدونالد، شب که میاد بور روغن مکدونالد تو کلشه، و 18 سالگی بابای بهش میگه برو یه جایی با دوستت هم خونه باشو، ما اتاق مجانی نداریم، اون وقت ایران ایران میشه. آقا گور پدر شاه، گور پدر شیخ، ما هم یه مش آدم کونگوشاد مفتخور هستیم، عادت کردین دستمونه بگیرین یکی یه توف بندازه وسطش. آقا شما من از کجا میشناسی؟ کی به شما گفته نامه اینجوری بیا بنویس از من تقاضای کمک کن؟ ولی اون خانمی که آقای رجبلو رو وبسایتش نوشت و من نوشتم آقا ایشون به اصطلاح به ما آدرسشو بدید، افشین تو ایران تماس گرفته، گفتن گرگان یه همچی جایی اینجا هست، باتری میخواد برای چرخ چیش، ببینم میتونم پیداش کنم، برای ویلچه صندلی چرخ دار. اوکی؟ این دوتا رو من پاک کنم، 4 تا، 1 و 2 و 3 و 4 و 5، اینا رو پاک کنم، دیلیت. آها نوشتم ویلچه بلری. حالا من از آقا افشین خواهش کردم که از این خانم اجازه بگیره که ما میتونیم پخش کنیم، بعد پیش خودم گفتم چرا نه، وقتی یه نفر درخواست کرده و آقای رجبلو از آمریکا داره کمکش میکنه، این صداها رو پخش کنیم تا دیگرانم ترغیب بشن کمک کنن. آقا برای 50 دلار ما محتاج آخوندان نشین. اونی که میری ایران و میای به قول این دوستمون باید عوارض خروج بدی، اون عوارض خروج و خرج رفتن و اومدن چقدر؟ 10-15 هزار دلار میشه دیگه. اینا رو 50-50 کلا بین اون کمک کن، اینا رو قوی کن. گوش بدید ببینید این خانمه با چه حسن نیتی، ببین اصلا من عشق اینجا از چشام جاری شده. گوش کنید، بذار ببینم صدای اینو میتونم باز کنم، خودم ساکت بشم یه لحظه باش، ببین این چرا میاد، این چرا اومد. آه ببخشید این باید اینجا باشه، قاطی کردم. اوکی، اعصاب نمیمونه برای آدم. چقدر باتری ویچرتون؟
دقت کنید، چند ماه پیش همین دوست ما آقا افشین تماس گرفت با یه خانومی که رفته بود یه لوله مال این نوشابه‌ها رو کرده بود تو دماغش، چند زده بود اینجاش، آلم بده آلم بده، میخواستیم کمکش کنیم. افشین گفت آقا میگم آدرست کجا، بیان دیدنه، آدرس میده، آدرس عوضی، بعد یکی دیگه گوشی به همه داره، وقت خوب صحبت میکنه میگه من مادرشم. ولی این خانم ببینید صداقت اصلا از صدا، من خدا پدرشم گویا اونجا تو این شهری که گفت گلوگا خوششویی داره ولی مخارجشون تجهیز نمیشه. میگه باتری خارجی الان دیگه میلیون هم بهش میگن، یک تومن 14 تومن و فلان، یعنی 14 میلیون و این که نزدیک 150 دلار میشه، نه 300 دلار میشه الان که دارم میگم. یه خانمی ما اومدیم گفتیم کمک میخواد یه دوستی علی آقا از کانادا، 17 میلیون خورده تومن پول ریخ به حسابش. بعدن همون کسی که گفته بود این کمک میخواد گفت این پدر سوخته دروغ گفته، زنی که فلان میخوان ببرنش دادگاه. ولی این خانومه رو ببین، بفشین میگه شما واتساپ داری من عکس باتریمو بفرستم؟ حالا افشین براش باتری میخواد بخره، دوستش هم اونجاست ببره، گفته تلفنم هم خرابه، گفته تلفنت هم میبرم تهرون برات درست میکنم پست میکنم بیا، ولی باتری رو پست نمیکنم چون باتری سنگینه. اتفاقا اونایی که تو کار باتری اینا هستن میدونه باتری رو اگر دیدیم پرت میکنن این برام، باتری میشکنه اسیدش میاد بیرون اینا، مگر اینکه باتریای خشک باشه، چون جدیدن خیلی از این وسایل اسکودر و این چیزای مال فلجا و معلولین و اینها باتریای خشک استفاده میکنن که هم سبکتره هم بهتره هم پر آمپ آمپرتره. ولی نمیدونید شما بعضی این ممکنه اسیدی باشه میشکنه همه چیز، بعضی پست خونه ها و اینا اصلا چیزای اسیدی و اینا رو قبول نمیکنن. من زمین شما میری یه چی پست کنی میگه محلولی نیست، شکستنی نیست، فلان نیست اینا. عجب ما گرفتاری شدیم آقا. ما یه روز شنبه ای رفتیم رادیو، نشستیم اونجا با آقای بابک یکتافر، با آقای محمد علی قبوقرداره، با آقای اصغر تادی، با آقای بردیا جعفری بگیم و بخندیم قصه زندگی و غربت آمریکامون از تنمون بره بیرون. بعد 25 سال به اینجا رسیدیم، زندانی سیاسی طلبکار، آدمی که اصلا معلوم نیست چی چیه. آقا من دارم خرج بچه‌مو میدم که بره دانشگاه، شما بیان من پول بدین که قلبمو چیزم هست لا علاجه. آقا شما که لا علاجی، والا من اگه به یه جایی برسه نمیخوام به شما بگم این کارو بکن، به یه جایی برسه اینجا میگم این تن منو بدید به دو سه نفر، بلکه اونا حالا من ریم خرابه قلبی ملوی نمیدونم چیه دیگه که داخلشه، بدین به این و اون. ولی از این ور اقیانوس بعدم هر کدومشون میان طلبکارن. آقا چی شد؟ من منتظرم. یه دوستی داشتیم یه تابلوی زده بود نشتو، شما اگه اینقدر عجله دارید باید دیروز میگفتید به ما، نه امروز بیا اینجا هی عجله کنی. بمانه بگذاریم بریم چی میشه. حالا هنوزم باز براتون دارم اینم آقای سیاوش لاله‌زار خط بزنیم. خب این وسط بذارید من یه چیزی رو به شما نشون بدم به نام لایف. کامان کامان
کجا گذاشتمش؟ یوتیوب، تیوی. اولا اینو بهتون نشون بدم که جمعه روز 21 ما یه دونه برنامه داشتیم. ببینید، بله، همسازی ملی جمهوری خواهان ایران، اندیشکده آگاهی شناخت و حزب سوسیال دموکرات و لایک ایران برگزار میکنند، یعنی برگزار کردن. ما هم مستقیم پخش کردیم از فیسبوک، از یوتیوب و بعدم گذاشتیم روی یوتیوب و بعدم دوباره یوتیوبشو گذاشتیم رو فیسبوک، رو لینکدین، رو توییتر. یه دوستی نوشته آقای سوربی، تو رو خدا دیگه خانه سالمندان نرو. گفتم چشم، من نمیرم خانه سالمندان، شما بیا برو خانه جوانان، جوانان رو بردار بیا برنامه درست کن. بابا ملت بدی هستی دیگه، حالا شما میخوای قبول کن میخوای قبول نکن. من دنبال این عکس میگشتم. اوکی، بذارید بینو نگاه کنید دوستان، کوچیکش کنم این پایینش بهتون نشون بده. شما صفحه یوتیوب ما رو که میبینید اینجا، اجازه، بله، ببینید این یوتیوب مردم تیوی، اینجا نوشته مردم تیوی، این بغلش نوشته جوین، یعنی به ما بپیوندید که اون مثلا ماهیانه میزنیم های 4 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 90 دلار، 100 دلار، هر چی بخوای. دیگه لازم نیست کردیت کارت من بدی، مثل تلویزیون های دیگه کلاهبرداری کنم، باش برم قمار کنم یا هیچی. یا اگه یه دفعه فقط میخوای کمک کنی، این بغل ببینید نوشته تانکس، یعنی تشکر. شما روی این کلیک میکنید، از 2 دلار تا هر چی دلت میخواد. والا من امروز یه ویدیو نگاه کردم، دیدم ویدیو خوبیه، خب 10 دلار فرستادم. 10 دلار تو بفرست، 10 دلار اون بفرست، 10 دلار اون بفرست، میشه 100 دلار برای اونی که میره زحمت میکشه. حالا اون وقتا هی میگفتیم روبرو چراغای داغ، حالا این چراغا داغ نیست، چیکار کنیم؟ anyway، اینم از این یوتیوب. خب اینو ما پاک کنیم یا بزنیم برای برنامه‌های دیگه هم بگیم. و اما توی مصاحبه‌ای که با خانم موسوی داشتم، ایشون راجع به فیلم گرفتن که این بسیجی ها و پاسدار ها فیلم میگیرن از مردم، ایشون پیشنهاد میکرد خب شما هم از اونا فیلم بگیرین. حتما شما هم دیدین یه نفر راه افتاده میره تو پارک، به خانم ها میگه چادرتو بکش بالا، بستنی نخور فلان. حتی صدای خود آخوندا و پلیس و اینا هم در اومد، گفتن این دروغه، این به احتمال زیاد کار مجاهدین و دیگر گروه های کمپوزیسیون، این کارو میکنن که مردم رو بد کنن فلان اینا. ولی من گفتم خب چرا این خانم ها فیلم نگرفتن؟ بعد یکی نوشته آقا خود این خانم ها هم جز سناریو هستن، هنرپیشه هایی هستن که میان ست میکنن، همچی چیز درست کنن میفرستن برای تلویزیون انوگو و تلویزیون انترنشنال، اونا هم نشون میدن. بعد این میشه بدبخت سیاسی، میره زندان 8 سال، فکر میکنه برای حقیقت رفته جنگیده، فکر میکنه برای آزادی رفته جنگیده. یه نفر نوشته بود شما اونجا بودید چه میکردید؟ در مورد نظرتون ابتدا فکر کنید، هرچه هست درد و خشم است که به جونمون انداختن. این نوشته فیلم برداران، فیلم برداری از دختران با پوشش اختیاری. من نوشتم که آزادی یه خیابون دو طرفه است، همون جوری که من و شما به آخوند میگیم باید ما آزاد باشیم، اونا هم باید بهش بگیم ببین ما آزاد میخوایم باشیم، به شما هم آزادی میدیم. اوکی؟ خب بذارید من اینو ببندم، اینم ببندم، اینم ببندم. امروز خیلی حرف برای گفتن داشتم. خب گفتم ببینید، اون میتونه شما رو ضبط کنه، شما هم اونا رو ضبط کنید، با هم دعوا نکنید، با هم دعوا نکنید. مگه شما نمیدید تو خیابون که به اینا نشون بدید من میتونم بی حجاب باشم؟ خب یاله داره فیلم هم میگیره، میبره نشون میده، شاید دخترش تو خونه بهش بگه خب بابا درست میگه، حق داره. خود منم از اینجا که میرم، از کوچه که میرم اون بعد بی حجابم. بذارید این بشه یه چیز معمولی، ولی دختره برمیگرده فوش میده، اون یکی میزنتش. اون دیروز یه ویدیوی نشون میدادن، یه آخوندی تو شمال یه سطلی دستش بود، از این خونه‌هایی بود که تو ایرانم آقای اکبری چون این ویدیو رو گذاشته بود،
آقای اکبر بعد انقلاب میدونید دم 500 دستگاه کوی زهرا و اینا یه دفعه یه شبه خونه هایی ساختن یادشون نرفت و بلد نبودن کوچه داشته باشه، در داشته باشه. این باید از تو خونه این میرفت تو خونه اون، این یکی باید از پشت بون اون میرفت تو خونه خودش. اینا تا بعد شهرداری اومد همه رو خراب کرد، گفت بابا انقلاب کردیم ولی قرار نشده مملکتمون رو خراب کنیم. خب این آقای آخوند گویا یه زمینی خریده از این زمینایی که میخرن ولی راه به طرف نمیدن، مجبوره بیاد از تو حیات یه زنی رد بشه. وقتی میاد من لهجهشون هم مثل شمالی و اینا هست، میگه از اینجا، میگه از اینجا رد نشو برو بیرون. و یه نفرم از اون پشت داره دوربین فیلم میگیره، یه نفرم نیست، دو سه نفرن، چون بعد که حمله میکنن بیشترن. اشکال ما اینه. آقابت این خانمه عصبانی میشه، آخوند رو پوش میده بکننش بیرون، آخونده میزنه به این گیت یا درشون یا حصار یا فنسشون، میفته. خانمه دیگه بیشتر عصبانی میشه، زد و خورد میشه، آخونده دعوا میکنه میزنه پیرن، خانمه باز میشه، اصلا دوتا سینهش لخت پیدا میشه. و اینایی که تا الان وایساده بودن با دوربین فیلم میگرفتن برای تلویزیون من و تو بفرسن، یه دردی آقا ننه‌شون زدن یا خواهرشون زدن، دوربینو میدونن میان بیرون، آخونده رو میگیرن میزنن. آخوند پدر سوختن که نمایش بلد، افتاده قش میکنه. بعد اونا صداشون هست، میگه زنگ بزنید پلیس بیاد، زنگ بزنید شهربانی بیاد. اون اول به تو حمله کرد. ببینید این قانوناشون، قانون آمریکا، تو قانون آمریکا من و شما وایسیم هر چی به هم دیگه فحش بدیم هیچ خبری نیست، ولی اگه شما دست بلند کردی مشتتو بخوای به من بزنی، من جا خالی دادم زدمت، یه شاهد هم اونجا بود یا یه دوربینی بود، پلیس تا میاد میگه هی تو دستتو آوردی بالا، تو کنترل دستتو نتونستی نگه داری، این هم تو رو کنترل کرده هم دستتو کنترل. برید ببینید اون واخونده. آقا این جای تأسفه. من برای آقای اکبری نوشتم، آقای اکبری این آقا یا خانمی که داشت فیلم میگرفت، چون یه زن و مرد بعدن میدوئن میان بیرون، به جای فیلم گرفتن اگه اومده بودن بیرون یا حتی با همون دوربین اومده بودن بیرون، نه سینه مادرشون پیدا میشد، نه این آخونده الان میافتاد اینجا جنازه نقش جنازه بازی کنه. آقا ملت خرابه. شما میخوای بگی یه شبه خراب شد، قبول داریم. تا شب 21 بهمن ما اصلا فرشتگانی بودیم که روی زمین بودیم، شاه هم خدا بود. 22 بهمن یه دفعه همه ما شدیم موجودات پلید و کثیف و این آخوندها هم شیطان‌های روی زمین. تا اینجا رو قبول دارین؟ با هم دیگه روی تصف هستیم. حالا چه کار کنیم بعد از 44 سال؟ حالا رسیدیم به اینجا، طرف وای میسه مادرش کتک بخوره سینهش لخت بشه این عکس بگیره. اون مرده که با کتشلوار میاد اینجا یه دختر بی‌حجاب ازش عکس بگیره. آقا نرفته که از حموم زنون عکس بگیره، از تو خیابون، از تو مدرسه، جای عمومیه، پابلیک ایریا، تو میتونی از اون عکس بگیری، اون میتونه از من عکس بگیره. من پامو بذارم اینجا جلو خونم، هر ماشینی رد میشه میتونه از من فیلم بگیره، ولی اگه کسی اومد دوربینشو چسبان به این پنجره خاص از من فیلم بگیره، نمیدونم من میتونم شوتش کنم، نمیدونم. یعنی میخوام تعریف کنم حریم خصوصی و اماکن عمومی، حریم عمومی ما اینو بلد نیستیم. حالا من منتظر این آقا رو بهتون بگم، ولی دیروز باز من چی شد؟ وبکم، آها خب وبکم ما خاموش شد، بذارید براتون یه چیز دیگه روشن کنم یه لحظه، بریم توی استدیوی جهانی تلویزیون مردمی، این پلیر یک. من الان برمیگردم خدمتتون. فهمیدم چرا، چون فکر کنم از دو ساعت بیشتر شدیم. اینا هم میدونی بعضی از این کمره های دیجیتال 30 دقیقه، بعضی هاشون 2 ساعت، بعضی هاشون 90 دقیقه چیز میکنه. من بیام روی پلیر یک توی این استودیو و حالا براتون این رو روشن میکنم. یک لحظه اینجا اینم میزنم، اینجا این میام، اینجا این یه دوربین دیگر روشن کردم، ممکنه کوالیتیش
به اونی که شما به اصطلاح فکر میدیدید خوب نباشه ولی بدم نیست. اوکی نه بد نیست، یه کمی من فقط تنظیمش کنم، ببخشید دیگه دست تنها هستیم دیگه. این تلویزیون مردمی 25 سال نتونسته 4 نفر رو بیاره مثل آقای همایون، این جوان ها رو میاره یه 6 ماه مجانی عین خر گالسکه ازشون کار میکشه، بعد تا اون دست چپ و راست یاد میگیره میگه حقوق، میگه آقا برو من حقوق شه، من بگم تو مجانی کار میکنی که اینجا نگرد داشتم. خب بذارین درست شد دوستان، این از این، این از این. خب افکت 1 بله بیا اینجا. آره ببینید تفاوت رنگ، حالا اینم باز با همین نور و اینا میتونیم عوض کنیم. من اینو خاموش میکنم یا یه لحظه دیگه باز روش. پلیر 1 اعصاب دیگه نمیمونه برای آدم، میدونید وقتی که کمرای 2 رو براتون بذارم، اینجا باید کمرای 2 رو میذاشتم. اوکی درست شدیم. افکت 1 این هست. خب ببینم این لامپ ها رو خاموش کنم چی میشه، روشن کنم چی میشه. این روشن، این یکی هم روشن، نورا هم اینجوری. بله ببینید این دوربینه الان چون فرق میکنه باید نور بهتر و جاهای دیگه باشه و خود نور خیلی مسئله است در کار رادیو چیز، مخصوصا در کار تلویزیون. حالا دیگه مهم نیست، مثل که ما قرار نیست هیچ وقت تصویرمون خوب باشه، ببخشید. خب دوستان بگذاریم یکم از این خبرها. یاد گرفتید که چجوری اگه میخواین حمایت کنید حمایت کنید. من یه بار دیگه اینو نشون بدم، زیر تصویر یوتیوب شما میتونید بیاین و این قسمت، آره این قسمت، ببینید این قسمت نوشته تانکس، تشکر، این قسمت نوشته جوین. اینجا جوین که میکنی بهتون میگه که ماهی چند میخوان بدیم، این سید ماهی 3.99 5.99 10.90 هرچی میخوان. و اینجا هم برای یه بار اگه بخوان کمک کنید، مثلا یه برنامه که نگاه میکنید چیز کنید، کمک کنید، حمایت کنید، ممنون و متشکرم. حالا این آقایانی که میخوان مصاحبه کنن، مثلا اگه میگفت من آقا 10 تا برنامه شما رو نگاه کردم کمک کردم، بعد من میگفت آها میشناسم اسمت میمد اینجا، یه یادی کنیم از پسر دوستمون آقای شهرام ایران بومی که پسرش 4 سال پیش همین موقع به اصطلاح فوت شد و منم اون موقع رفتم آلمان و واقعا چه روزای سختی به این خانواده گذشت. و اون موقع یه پتیشنی درست کرده بودن اینها، چون به خاطر ترامپ احمق اینا رو به اصطلاح راه نمیدادن به چیز، چی میگن، راه نمیدادن به آمریکا، با وجودی که ویزای 10 ساله داشتن. این دیکتاتور یعنی این. خب من یه دقیقه اینو درست کنم، از شما عذر میخوام، از شما عذر میخواهم. اوکی it is what it is. اوکی خب اینم از این. بله خوشا آنان که با عزت به گیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. من نمیدونم صدا داریم یا نه، چون یه چیز دیگه هم یادم افتاد که اینجا هم نه صدا داریم. این بله اینه، پس ببندم out. اوکی خب برای من امروز جالب بود دوستان، کسی چیزی ننوشت، یا بازی فوتبالی هست یا مشغولن یا ما یه کاری کردیم اونا ما رو نمیبینن. خیلی ممنون. من میرم یه دوستی اینجاست برای من نوشت بود اگه توی منطقتون خبری بود به من خبر بدید. من یه چیز برایشون فرستادم، مال کالیفرنیا بود، گویی مال کالیفرنیا است، مال این منطقه نیست. بعد دیروز یه چیزی اومد مال این منطقه، من گفتم خب بفرما، برایش فرستادم نشتال، من دارم میرم کالیفرنیا. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان اجازه بدید که من یک آگهی که نیست که
این جایی بودم دیشب و این دوستمون گفت که میخوان یک برنامه‌ای بذارن. ما گفتیم خب به اندازه خودمون برای این دوستان به اصطلاح تبلیغ کنیم، نشون بدیم. بذارید ببینم اینه دیگه، خیلی کوچیک شده اینجا. چرا؟ برای که نوشته شدم کوچیک. من اینجاییش کنم بیارمش اینجا. یه دوستی داریم به نام آقا شهروز، ایشون یه برنامه گذاشته هفته دیگه، شنبه دیگه. من بیام کامرای یک. آره اینه، Persian OG 60s. من خود کلمه OG رو تا دیشب نمیدونستم. گویا میگن پارتی هایی که برمیگردن به موزیکای سالهای 60. و دی جی رضا به همراه یه آقای خواننده‌ای به نام فاتح، جولای 29 در یک محلی به نام گرامافون. گرامافون آدرسش این پایین هست. به نظر من اینا باید پوسترشون رو بهتر چیز میکردن، آدرسه بهتر پیدا باشه. حالا من آدرس اینا رو هم باید بهتون اینجوری نشون میدم تا چیزم اگه یه پوستر جدید بفرستن من اونم نشون میدم. خلاصه ماجرا این که یه برنامه هست از 8 شب. گفتم تا کی؟ گفت دیگه دی سی که میدونی. آدرس هم هست 647 فلوریدا اوینیو نورت وست واشنگتن دی سی 20001. واشنگتن همش از این ور به اون ورش 15 دقیقه است و خیلی نزدیک و چیز هست. اگه خواستید برید، من چیزش هم میذارم روی تلویزیون مردم تا شما ببینید. آقای شهروز خیلی همسن پسر منه، خیلی آدم باحالیه. به منم میگه عمو سوربی. گفتیم ممنون که ما رو عمو سوربی خطاب میکنیم. من هنوز نفهمیدم چرا این با وجود که نورمون عوض شد، ولی خب دوربینه دیگه. ببینیم با اون دوربینه چیز کرده بودیم، حالا این دوربینه اومده اینجوری شد. خب میخواهیم من ببینم چرا اون دوربینه کار شد. نه حالا دیگه حوصله ندارم. اصلا ساعتم شده 3:59، 2 ساعته. ولی ما چون نیم ساعت با خانم موسوی بودیم برنامه خود ما، الان شده 1:30. بریم، ما که پوسکلفتیم همیشه رفتیم تو برنامه های 2 ساعت و اینها. و اما نگاه کنید، احکام سنگین برای بازداشتی های فرانسه، 742 نفر زندانی شدن. یادتون باشه آخوندا وقتی راجب تظاهر کننده های ایرانه میگه اختشاشگران، وقتی راجب فرانسه است میگه مردم اومده بودن حق خودشونو میخواستن. همین نشون میده که اینا چقدر بد ذاتن. و اینه که من فکر میکنم اینا دارن درست راه شاه رو ادامه میدن. حالا احتمالاً سرنوشتی بهتر از سرنوشت شاه نخواهند داشت. و این من اینو روشن کنم، این چی نوشته. این شماره رو میذارم اینجا. اون اول برنامه راجع به کسی گفتم که ادعا میکنه که در فرودگاه کار میکنه و قرار شد بیاد جمعه ما یه برنامه بذاریم. من اینو بهتون میذارم اینجا شمارهشو. کامرای 2 1 لحظه اجازه بدید، میخوام شماره رو بذارم شما باهاش تماس بگیرید. حقیقتش میخوام یعنی با اینکه شماها با افرادی مثل اینا صحبت میکنید، شاید باعث بشید اینا از خودکشی، از همین مزاحمت برای دیگران. شماره تلفنی میدونید، شماره تلفنی روزا شما میتونید با گوگل وایس تلفن درست کنید، یه ساعت دیگه یه تلفن دیگه. همین آقا همین کار کرده بود، یه تلفن دیگه زنگ اونم بلاکش کردم. نمیفهمم احمد تو 1000 تا تلفن درست کنی، من 1000 تا تلفن بلاک میکنم. حالا درست کردنش سخت‌تره یا بلاک کردنش؟ درست کردنش باید یه ایمیل بفرستی، اینو بنویسی، اونو بفرستی، برات بفرستن تایید بشه، بعد برات بفرستن، بعد زنگ بزنی. من تقی میزنم بلاک. ببین بلاک دیس ایمیل ادرس با تلفنش. فیچر مسیج فرام 818 دوستا بنویسی 818 659 0550. اون شماره مال ما اون پایینی 202-695-2573 و الی آخر. ما اینو زدیم بلاکش کردیم راحت، گفتیم برو با
برو دنبال کار تو آدم بشو نیستی. خب اینم از این دوستان. خداییش من این تصویره به نمیچسبه، حالا که نور درست داریم بذارید من این چیز رو اون کامرا رو روشن کنم یک لحظه. آها فهمیدیم که باتری کامرا خاموش بوده و ما اینو به چارج نزدیم، فکر کردیم 3 ساعت کار میکنه ولی مثل که 3 ساعت کار نمیکنه. اینم یاد گرفتیم. حالا میگه روشن، یا شاید بشه ادانو. بله داره روشن میشه، ببخشید. اینم از مشکلات دیگه. حالا اون آقایی که رفته زندان فکر میکنه زندان خیلی بد بوده و با شعله سردی بوده و با اون بوده و اینا. ماشاءالله همه تونم از این زندان ها فرار کردی. من نمیدونم این چه زندانیه، حالا اتفاقا بهتون نشون میدم. یه دوست دیگه ای که میگه این زندان منه، بعد میگه البته اینجا زندان نیست، هر وقت میخوام میرم، هر وقت میخوام میام، که همه نوشتن باقا پس میمیست خون. آقا این نمیدونم، این هی دوربینه خاموش میشه روشن میشه، منم حوصله‌ام سر رفت از دستش. ولش کن. اوکی ولش کنیم چارج بشه. خب بیایم اینجا، سی میشه زدم فعلا که چارج بشه. با شما با این شماره تلفن تماس بگیرید، باهاش صحبت کنید ببینیم چه میشود. کامرای یک. آقا دیگه مرض، هی خاموش روشن میشی دیگه. چی میگی؟ چی میخوای از جونم؟ خب اینم از این. اینجا تصویر خوب شد. خب شما تلفن یا آقا رو پاک کنین. حیف کلمه آقا که به یک همچین آدمی که نه اتیک، اخلاق، نه فقط اخلاق تربیت، قربونت برم فدات بشم، اخلاق چجوری با هم نامه بنویسیم، چجوری برای هم پیام بذاریم. یه روز من زنگ زده میگه آقا یه نفر زنگ زده با این شماره، شما بودی؟ گفتم خب به همون شماره زنگ بزن احمق. بعد اگه من باشم وقتی زنگ میزنم یه نفر نیست، خیلی مؤدب میگم من سوربی هستم از تلویزیون مردم، دلیل زنگ زدنم اینه که مثلا میخوام بگم فردا برای شما 2 دلار میذارم پاکت میفرستم. ما اینا را بلد نیستیم. زنگ میزنیم طلب آقا تو خلا هست، هی دوباره زنگ میزنیم بابا مسیج تو بذار، اون که اومد بیرون نگاه میکنه به زنگ میزنه. و اما این جنبش زنان و اینا، اینایی که یکی از اینا خانم به نام میترا حجازی پور هست، نمیدونم شما میشناسید یا نه، من اینا رو خیلی نمیشناسم. اوکی حالا بذارید من براتون اینو درست کنم. کپچه کم خوشحال شده بودم که این داره درست نشون میده و اینها. اوکی این شد کامرای یک. نمیدونم تا چقدر میبینید ولی با قول من رو تراست کنید، باور کنید برام. میترا حجازی پور نوشته چند روز پیش با یکی از دوستام که ایران رو هم کمابیش میشناسه رفته بودیم بیرون. وسط صحبتامون یک هویی از اون پرسید الان حاضری برگردی به حجاب اجباری ولی در ازاش قهرمانی شطرنج جهان رو بگیری؟ یکم فکر کردم و گفتم خب معلومه که نه. جواب داد ولی تو در نهایت یک شطرنج بازی. پس این خانم شطرنج بازه. میدونید 2-3 تا از این قهرمانای شطرنج و چیزای دیگه به خاطر این جنبش زن زندگی آزادی و باوری که داشتن ول کردن، رفتن، قید مقامشون زدن. این میگه که گفتم درست میگی ولی به نظرم مهمترین کاری که کردم شطرنج بازی کردن نبوده، بلکه شرکت نکردن در بازی حجاب اجباری بوده است. گوشیم رو ازم گرفت و یک نموداری به هم نشون داد که تا حالا ندیده بودم و گفت اگه فکر میکنی مهمترین کار زندگی برای حمایت از حق انتخاب زنان بوده، پس چرا 70% دنبال کننده هات مرد هستن؟ بی جواب ماندم و ور نگاهش کردم. اینم خانم شطرنج باز ما. روزگار غریبی ما در این زندگی میکنیم. من نمیدونم اگه امروز پدر منم زنده بود ازش پرسیدم او هم میتونست داستانهای زندگیشو اینجوری برای من بگه. من این چرا اینجوری شدیم ما؟ کجا رفتیم؟ کجا هستیم؟ کامرای 2؟ نه کامرای 1 نمیخواد. عجب ریختم به هم حسابی از دست این آقای ابراهیم زاده. و آقا خیلی ممنون آقای
بهنام ابرامزاده ایرانی که درست نکردی ریدی به برنامه ما. خب یه چیزی هم بهتون بگم بخندید یکم، این بیاد اینجا اینجوری، ببینید این خانومه با این چی بهش میگن؟ قلتک که نه، یه چیز گردونه گرزونه، یه چیز اینجوری بهش میگن. دو نوع هم داره، یکی دستش میچرخه یکیش نه ثابته. میگه زن گفت که چرا قبلا به من نگفتی اینقدر فقیر و بیچیزی؟ مرد میگه والا من همش بهت میگفتم که تو این دنیا غیر از تو هیچی ندارم، تو هم خیلی خوشحال بودی و میخندیدی. اینم از این جوکای اینترنتیه که میاد بیرون و گاهی وقتی بد نیست یک چی میگن لبخندی به لب انسان میاد. دوستانی که فکر میکنن آخوندا هستن که سوار مردم هستن، یادتون باشه آخوندا فرزندان خلف فرح و شاه اسلام پناه هستن. همون جوری که الان میبینید نگاه کنید این بچه عقب افتاده شاه چجوری اجازه میده اونا دستشو ببوسن و اون یکی کیه اون چی میگن جنتی فسیله که مردم شوخی میکنن میگن اصلا خدا اومد اونجا دید این اونجا نشسته تو بهشت، گفتن اسم اینجا چی بذاریم؟ گفت خب بذاری جنتی دیگه. از این جوکای اینجوری خدا آخونده برش جوک میگن ها. ولی نگاه کنید دستبوسی و این دستبوسی، شاه و شیخ مثل همه، خیلی تو سر همدیگه نزنید، برین یه فکر دیگه کنید. گفت اگر به انتظار شاه عقب افتاده نشستی برو فکری بکن که ول نشستی. و اما این اکثر هم من براتون بیارم اینجا نشون بدم، نوشته تیک پاره هم بشی نسیه نمیدم. حالا برعکس جایی که میگه اگه میخواییم ما بهتون کمک میکنیم فلان اینا، این لابد از بس ازش قرض گرفتن و بهش ندادن، گفته اگر تیک پاره هم بشی من بهت قرض نمیدم. یه نفر نوشته بود بابا این که دکونه خالیه، من نوشتم خب از بس قرض داده و نیاوردن خالی، یه مشتی آب معدنی توی این طبقه یخچالش هست. بعد نشته زمان از چهارشنبه ساعت 4 از فلان، هیچ چیز جالبی به نظر من نبود. ولی یه چیز جالبی هست که میخوام هم بهتون نشون بدم هم یه تبلیغ کنم برای این دوستمون. اگر شما میخواین کمکش کنید، ولی من نمیدونم چه کمکی، میاد اولا خیلی تند حرف میزنه، بعد یک کم هم عشق ورزشکاری داره و اینها، بعد به مردم راه، ببینید اشکال کار اینه، به مردم یاد میده چی کار کنید که موفق باشه. آدمی که نشون میده همه زندگیش موفق نبوده که الان تو زندان اینجوری اسیره، حالا یا دست آیت الله بایدن یا هر چیزی که خودش میگه. بذارید من اینجا ببینم چی میگه. بله امروز در جلسه با حسین در مورد مردم صحبت شد، ایشون پرسیدن چند جمله دور پیش آمار دارم میتونم برای شما شما آورد. بله دوستان این آمارایی که رو فیسبوک و یوتیوب و اینا میبینید، باور کنید من هنوز نفهمیدم که آیا من اگر یه ویدیو بذارم رو فیسبوک یه نفر به نام آقای اکبری، آقای شاهین، آقای زمانی بیاد نگاه کنه، این 3 تا به بیننده یوتیوب اضافه میشه؟ نمیدونم. اگه کسی این سیستما رو میدونه چجوری کار کنه، ما حاضرم پول نیم ساعت، ببین آقای بهنام بهرامزاده، حاضرم پول نیم ساعت بدم ایشون 10 دقیقه کار کنه این آمارا رو به ما بده. هممونو کردن تو این اتاق و هممون دلخوش شماره هستیم. ولی این هفته من از یه سری هم خوشحال شدم. آقای آرش کمانگی داشت گله میکرد، میگو نگاه کنید من اینقدر مسافرت میرم، بدبختی سرما گرما، هتلای بد هتلای خوب، خوراک بد خوراک خوب فلان، ویدیوهای من اینقدر بازدید نداره، برای خانمه نشسته تو خونه پیرنش عوض میکنه دوباره میبنده دوباره سینش هم نشون نمیده، فقط سینش تکون میده. اینقدر شاهین گله میکرد که اینقدر زحمت میکشه برنامه درست کنه. اینجوری آقای تروی که راننده کامیون تروی اکسپلورز همون باز گله میکرد که آقا بیننده نداره دیگه. یکی دیگه هم بود، 3 تا یا 4 تا بودن. بعد گفتم خب اگه اینا جوونا هستن و بیننده ندارن دیگه ما چه انتظاری داریم.
ولی خب درباره این آمار اینا کسی میتونه کمک کنه، بنده حاضرم پول وقتشو بدم، پول زمانی که من بهش میگم بیا برای من کار کن بدم. و این یه چیز نرماله، یه چیز معمولیه. خود شما که رفتی زندان سیاسی، رفتی به اونا گفتی آقا شما حق منو نمیدین، حالا سوربی میگه آقا حقمو بدین، شما میگه من چرا باید حق بدم؟ نمیفهمی. مهم نیست شما 100 سال زندان سیاسی بری یا 8 سال زندان سیاسی بری. خب بذارید من این مسیجینگ ببینم. این دوستمون اسمشو نوشتم، خب عکس رو نشون بده داخل پوشه، اونو نشون دادم، اینم خط بزنم. این صفحه 2 هست. بله، یه مصاحبه ارچی زادی انجام داده دوستان، 27 ساعته به نظر من خیلی زرزر میکنه این مردی که دیوونه، هی پا 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 اینجا پا پا اون کار کرد. ولی جالبه که گوش کنی آدم تو لابلای صحبتاش به شما میگه که شاه یه آدم مالی خولیایی توهمی و همه زندگی خودش و زندگی مردم ایران رو به گند کشید به خاطر این توهمات. خب دوستی به نام شیخان پیشنهاد داده که اول برنامه کپشن بنویسید که برنامه‌تون در مورد چیه. قربان، ما بارها گفتیم از هر دری سخنی، هر چی میخواهد دل تنگر بگو، از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق. حالا من چی بنویسم؟ و دوستان زبلن از زیر هومورد در میرن. گفتم آقا شما این برنامه رو دیدی؟ شما برای من بنویس من باید اسم این برنامه رو چی میذاشتم. من امروز اسم این برنامه رو باید چی بذارم؟ بذارم آقای بهنام ابراهیمزاده زندانی سیاسی که حتی زندگی معمولی رو درک نمیکنه با وجود که الان آلمانه، اسمشو چی بذارم؟ بذارم بیننده ای که میگه 20 سال من بینندتم، خب احمق حمایت نکردی، حالا شبم زنگ میزنی مزاحمم میشی، اسمشو چی بذارم؟ چی بنویسم؟ میریم سراغ این. یه فیلم سینمایی هم هست به نام یتیم خانه ایران، روی اینترنت هم روی که چیزم گوشم میاد. و این آقای شیخان نوشته اگر این کار را بکنید فالوورها بیشتر میشن. آقا انگار یه چکشی میزنن سر من. فالوور کجاست؟ روی یوتیوب میگه سابسکرایبر، روی فیسبوک میگه فرندز، روی فیسبوک میگه لایک، روی اینستاگرام فکر کنم میگه فالو. خب که چی بشه آقای شیخان؟ همین 2000 خورده ای که روی یوتیوب هستن، همین 20000 تایی که روی فیسبوک هستن، شما اگه میگفتی اینا ما یه دلار میدن میگفتم چه خوب، الان 22000 دلار در ماه میسازم، فکر کن اگه بشه 30000 دلار، 30000 تا چی میشه؟ چه فرقی میکنه؟ به جز این که از توش مشنگای دیگه در میاد که طرف میگه من فرودگاه کار میکنم، زنگ میزنه بلد نی حرف بزنه، بلد نی بنویسه. از توش آقای بهنام ابراهیمزاده در میاد میگه چون گفتی تلویزیون مردمیه من طلبکارم. از توش اون یکی دیگه در میاد، آقای لاله‌زار در میاد که من بچم داره درس میخونه، مایی 3 میلیون میدم شما به من کمک کنین وقتی هم مرضم لاعلاج. از اون فالوورهای جدید ما از اینایی که اینجا هستن چه خیلی دیدیم که از اونا باشه. در اصل ممنونم از پیشنهاد. و اما این قسمت رو قول دادم به یکی از دوستان دربارش صحبت کنم. یه آقایی میاد با آب و تاب، من ببخشید اینو میگم، مثل این زنگولایی که میبندن به گردن گاو و بز و اینا، همه حالا دیگه اون وقتا الله و زنجیر و سینه پشمالو، الله و محمد علی و سینه پشمالو و اینا، حالا زیر ابروها برداشته شیر و خورشید و فروه هم میندازن اینقدر و اینقدر. میاد با آب و تاب تعریف میکنه که یک اپی هست توی ایران، گویا بانک ملی یا هر بانک نمیدونم، وقتی میری اینو نگذارین. آقا اگه نگذارن که کارشون انجام نمیده، بعدم اگه میذارن میگه به ازتون سوال میکنه، بعد این سوالا رو که جواب میدین تلفنتون، دوربین جلوش، دوربین عقبش، اسم، فامیل، همه چی رو دسترسی پیدا میکنه. خواستم بگم مرد عزیز، میگه مثل اینکه شما تو با اون چی بوده قار اصحاب کف، مثل که تو مثل که اونجا بودی خبر نداری. الان سال هاست، اتفاقا خانم موسوی در برنامه قبلی چقدر قشنگ توضیح داد
که شما اسم خودت رو بزن ببین چه اطلاعاتی از خودت میاد. سال هاست که دیگه هیچ چیزی به نام پرایوسی وجود نداره. این مزخرفات چیه شما میای میگی؟ همش هم غلط. برای اون دوستم نوشتم که این دود به نظر میاد که اصلا نمیدونه اپ چی کار میکنه، کجا به کجاست. بعدم آقا طرف میگه این بانک میخوای بیای حساب باز کنی، ما فقط با چیز کار میکنیم. الان شما میری مکدونالد میخوای نهار بخری، دیگه پول نقد که من اصلا نمیبینم. کسی هم اونجا وای نساده از دو پرس چی میخوای بگی؟ من دو تا همبرگر میخوام، دو تا نوشابه. میگه برو اونجا رو ماشینه بزن. همش اینجوری شده. حالا رو ماشینی که میزنی مکدونالد، بعد پولش چجوری میدی؟ کردیت کارت میدی. شما به مجردی که یه دونه از این کردیت کارت هایی که تو جیبته تو کیفته کشیدی یه جایی، خب همه میفهمن صاحب این کردیت کارت کیه، چقدر پول داره، کی بانک بوده، کی نبوده، کی چی خورده، ماشینش چیه، همه چی میفهمن. دیگه چیز خصوصی وجود نداره. ولی شما میای مردم رو میترسونی. حالا مردم بیچاره کم وحشت کردن تو زندگی معمولی که شما میای از این اپ بانک هم میترسینشون؟ خجالت بکشید واقعا، از خودمون خجالت بکشید. خب اینم از این. پیام رسان بله، اسمش بله است، مسکه شور حسینی برمیداره علیه که هرچی میگیم. و اما اینجا نوشتم زندانی سیاسی آقای مصطفی اسکندر. این آدم جالبیه به نظر من، هر وقت وقت کردید برید نگاه کنید. آقای مصطفی اسکندری اتفاقش پرسیدم شما به اون آقای اسکندری، من با یه آقای اسکندری توی آبادان تو جبهه بودیم و اینها، و مثلا این بنده خدا بقال بود، سوپرمارکت داشت، ما میگیم بقال، بلند شده بود اومده بود چیز. این مصطفی هم اکانتش الان مثل که نیست. اینا هم میدونی که فردا میاد میگه که مثلا این اکانت رو زدن فلان اینها، ولی بذارم بینم میتونم پیداش کنم تو مسیجا هم اقلا. نه مسیجا هم نیست. بله اون سیاوش لاله‌زار هست، آقای رجب‌لو هست، لینکدین ممبر هست و آها خب اونم که آقای دکتری که براش نوشتم دکتر شدن چه آسون، آدم شدن چه مشکل. بله این آقای مصطفی اسکندری که ما می‌خواستیم امروز در رابطه باهاش صحبت کنیم، پرونده چیزش بسته شده. مصطفی اسکندری اوکی ببینید. نه یه آقای میاد، این هیچ شباهتی به اون نداره. خلاصش براتون بگم، یه آقای میاد یه جایی رو نشون میده، خیلی هم شیک، کت شلوار پوشیده و اینا، موهاش هم خیلی قشنگ کات کرده، و بعد وای میسه اولا ورزش میکنه، بعد ویدیو حرف میزنه، بعد نفسش میگیره، بعد میگه من میخواستم نشون بدم که به این بایدن و آخونده و فلان. بعد بهش میگم خب آقا تو که با آخونده فوش میدی، به بایدن فوش میدی، به نخست وزیر یا صدر اعظم کانادا فوش میدی، به یه سری دیگه هم فوش میدی، خب تو چی میخوای اصلا از زندگی؟ به خدا گیر افتادی. نمیدونم زندانی سیاسی آقای مصطفی اسکندری نبودی آقا؟ اون دیوونه‌ای که گفت من تو فرودگاه کار میکنم به نام رونالد ریگان، 818-659-0550 حتما باش تماس بگیرید، یکم سر کارش بذارید، یعنی که واقعا باش صحبت کنید. باتری صندلی چرخدار برای یک هموطن اگه خواستید، اون الان کمک داره میشه توسط افشین در ایران، ممنونم. ولی شما اگه به ما اطمینان دارید، اگر دوست داشتید تلویزیون مردم حمایت کنید تا ما هم بتونیم دیگران رو کمک کنیم اونجایی که میتونیم. خواستن در حد توان توانستن است. بر نور ویدیو دولایت و اینا بهتون گفتم، اگه کسی میخواد یه دونه از این باکس ها که دو تا بسته چراغ میاد تو پایه و میاد تو، بعد هر کدوم از اینا با یه اینجوری دیگه سیمه که میاد، یه کنترلی هست، آره اینجوری یه کنترلی هست، اون کنترلی وسطش
این دکمه وسطی خاموش روشن میکنه، این بالایی نور رو زیاد میکنه، این بالایی نور رو کم میکنه. 10 تا استیج داره برای نورش، از 1 تا 10 تک 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 کم میشه زیاد میشه. اینم خط بزنم. عجب چیزی شده، همه شد خط خطی. آها، و اما دیروز ما دنبال یه نفر دیگه از دوستامون میگشتیم، تشابه اسمی باعث شد زنگ بزنیم به یکی دیگه. بعد اون دوست بیننده گفت آقا چه خوب شد شما زنگ زدی، من حتما 3-4 روز بود فکر شما بودم. گفتم برای چی؟ گفت آقا من یادم شما قدیما دشمن شاه بودی. گفتم آقا من کی دشمن شاه بودم؟ من یه جوونی چشم باز کردم رفتم مدرسه، عکس شاه رو دیدم، رفتیم نون بخریم عکس شاه رو دیدیم، کم مونده بود تو خلا و مسترام عکس شاه رو بزنن. بعدم شاه ما حکومت نظامی، مامور حکومت نظامی بودیم، مردک فرار کردم، ما دشمنش نبودیم، مخالف این کارهای احمقانهی که انجام داده بودیم و هستیم. بعد گفت حالا اصلا شاه رو ولش کن، شاه که یه مردک بی سوادی بیش نبود. گفتم وایسا، این آقا رو فامیلش رو اسمی نمیگم، توی لاس وگاس. گفتم وایسا، شما اون 20 سال پیشی که با من صحبت میکردی، دعوا میکردی، احتمالا فوش میدادی، زنگ میزدی، اون موقع فکر میکردی که شاه یه آدم بی سوادی بیش نیست، یا اینکه کوشش های سربی، آقای دکتر ناصر انقطاع، آقای هوشنگ آریانپور، امیر هوشنگ آریانپور، آقای سرهنگ عقیلی پور و دیگران که آمدن توضیح دادن، گفتن آقا این شاه آدم موفقی نبوده تو مدرسه هم، تو مدرسه سوئیس هم این که 3 تا زبون یاد گرفته، که خب فارسی رو که ایران یاد گرفته، اونجا هم که رفته این همه معلم و اینا همراهش فرستادن، اونجا هم زبان فرانسه و انگلیسی تو مدرسه صحبت میکنن، هر گوساله ای رم 2 سال میذاشتین اونجا شما یاد میگیره. بعد ای کاش زبان بلد نبود، ای کاش اصلا لال بود، میذاش دیگران صحبت کنن، همین صحبتاش ما رو چی کرد؟ کسی که دیپلم هم نداشت. و شما که امروز با من داری صحبت میکنی، شما مدیونی به من، من به شما نشون دادم که این بوت شما درد و درمان نمی کنه. طرف میگه آقا دعا کن، اگر خدا دعاتو برآورد که خب نعمت بهت داده، باید تشکر کنی از خدا، ولی اگر خدا بهت نداد حتما یه حکمتی توش بوده، بازم باید از خدا تشکر کنی. یه آقایی هست اسمشو نمیدونم، ازش پرسیدم اگه میشه اسمشو بهمون بگه، آوای فلسفه، ساوند آف فیلسوفی. میدونید بعضی ها فلسفه رو دوست ندارن، میگن فلسفه یه چیزی تقریبا مثل همین دین و اینا بی خوده، ولی این آقا انقدر قشنگ درس میده و توضیح میده که من واقعا مدیونشم. بذارید گذاشتمش توی لایف شو بهتون نشون بدم، برید چیز کنید. شما تنها تلویزیونی که ببینید میاد دیگران رو پرموت میکنه، میگه آقا برو اونم ببین، برو اونم ببین، علی اومدی اینجا نگاه کردی، اینم حمایت کن، اونم حمایت کن، اونم اینا اینجا ببینم کدومش بود. یک لحظه، خبرها هم که برام میاد، ایران نیوز، حمله موشکی روسیه به بندر اودسا، زلنسکی همزمان با دیدار پوتین، لوکانشکو وعده تلافی و فلان و اینها، و دنیا واقعا من نمیدونم به کجا داره میره، شاید ما نگرانیمون بی خوده. و آها بذارید من اینم بهتون نشون بدم، یه لحظه این آها 10 دلار من مثلا امروز این برنامه ایشون رو نگاه کردم، 10 دلار فرستادم رفت براش، نه چی میگن شاخ قول شکندم نه چیزی، ولی خب 10 دلار من، 10 دلار اون، 10 دلار اون، برای این ممکنه یه کمکی باشه. وقتا میگفتن یه هسته خورما ممکنه جلوه ریزش یه سدی رو بگیره، یا جلو ریزش یه کوهی رو بگیره. من اینو بهتون نشون بدم، یه لحظه اجازه بدین، اینه صفحه‌ای که من دوست دارم. نمیدونم این آقا چرا اسم خودشو اینجا نمی‌نویسه. Sound of Philosophy، آوای فلسفه. این برنامه امروزش این بود، من نگاه کردم. ببینید دوستان، تو 10 ساعت 10,000 نفر نگاه کردن. خب اگه هر کدومشون 10 دلار مثل من بهش بدن، میشه 100,000 دلار. چقدر میشه؟ 10 تا 10,000 تا، آره دیگه 100,000 دلار.
خب از هنرپیشه سینما بیشتر فیلم میسازن، درسته؟ اینه، من اگه صداشو باز کنم یوتیوب یقم اونو میگیره، ولی این راجع به فلاسفه صحبت میکنه. برنامه امروزش مغالطات، ادعای بدون استدلال، و چقدر قشنگ اینو توضیح میداد که میگو اینایی که یک شمینه که میگه تو به درگاه خدا دعا کن، اگر دعاتو برآورده کرد نعمت بهت داده، اگه نکرد یه حکمتی داره، یعنی هیچ که مسئول نیست. بعد میگه که تا به یکی صحبت میکنی شروع میکنه عربی میگه یا انگلیسی میگه، میگه آه من عربی بلد نیستم، به فارسی بگو که من بفهمم. میگه اینا کسایی هستن که دارن مغالطه میکنن یا سفسطه میکنن. اینم از این. خب اینو نشون دادیم، بریم ببینیم بعدی چیه. انبار مهمات روسیه در کریمه در حمله پهپادی منفجر شد، یک روزنامه‌نگار روس و 8 شهروند اوکراین کشته شدن. این اوکراین هم بدبخت شده مثل شاه ایران، انداختن جلو. تو همون برنامه که بهتون گفتم برید بنویسید ژانویه 1979 داستان شاه و گوادلوب، تو همون شاه میگه وقتی این آقا اومدن بهش گفتن که آقا اینا دارن میزنن دم کونت، برو. گفت نه، من کی از من بهتر پیدا میشه، من ارتش دارم، این دارم، این نمیفهمه. احمق، تو نداشتی که، ایران داشته و ایران اونا اونو برمیدارن آخوند میذارن جاش، باز برای اونا یکیه. بیاین اگر واقعا اگر شهامت دارین، شجاعت دارین، فکر میکنید چیزی بلدین، بیاین با منی که بلد نیستم بشینید مناظره کنید. شما 5 دقیقه صحبت کن، من 3 دقیقه صحبت میکنم. شما 3 دقیقه صحبت کن، من 2 دقیقه صحبت میکنم. ببینیم چی میشه. خب پوتین خواب اراضی بلاروس را میبیند. هر حمله ای به موشک حمله به روسیه تره. ها به ملینس یک اسم نوشته، هر حمله ای به اونجا حمله به این میشه، تلق نمیشه. تاخت دوباره اوریان به براکسلاو. اوکی، این دیگه جنگا انقدر جنگ کردن که چیز شد. خب پتیک انقدر داستان و ضرب المثل و اینها میدونه که من دیگه ازش عاجز شده. اون روز داشت میگفت که اینایی هستن که مثلا وقتی یکی کمک میخواد 1000 تا دلیل براش میارن که کمک نکنن. و یه داستانی رو گفت که یک 3 تا دانش آموز بودن، اینا یکیشون یه روز نهار زور نیاورده بود یا نداشتن خونهشون بیاره، وقتی اومد اونجا یا قابلمش رو یقلبیش رو باز کرد، خوراکش افتاد زمین و فلان اینا. گفت اون یکی بهش گفت که تو باید بیشتر از خوراکت مواظبت میکردی. اون یکی نمیدونم بهش گفت اینجوریه فلانه. گفت نفر سوم یقلبیشو باز کرد، خوراک گذاشت رو میز، گفت بیا با هم بخوریم. میخواست بگه یعنی اینجوریه که یک کمکی تأثیر میذاره و انجام میشه، و الا اونای دیگه حرف حواست و بی خود و میگذره میره. و اما این نوشته رو بخونم و کم کم دیگه ما بر 4:30 هم شد، یعنی نیم ساعتم اگر خانم موسوی صحبت کرده 2 ساعتم من. میگن که گویان زمان یکی از شاهان دانا، بعد تو پرانتز نوشته مگر داشتیم، میگه که در هنرمندا و اینها به بارگاه اومدن و فردی پسر خود را گذاشت در چند متری، یه سیب گذاشت روی سرش و یک به اصطلاح تیری از کمان در آورد و زد توی سر سیب اینا. بعد میگه که شاه یه مقداری همه دست زدن و خوشحال شدن، اینها بهش پول دادن. شاه صداش زد گفت بیا ببینم. وقتی اومد گفت که سرش دهان داشت به سوی سر پسرش نشته فوت کرد، پرت کرد و در میان ترس تعجب و شادمان نیز از حلقه عبور کرد و تماشاچیان به شدت او را مورد تشویق کرد. شاه او را اعزا کرد و پس از انعام ناچیزی دستور داد چوب و فلک را بیارن و فلکش کنند. ازش پرسید تو چند سال تمرین این کار را میکردی؟ فرد پاسخ داد 30 سال. پادشاه گفت اگه ظرف این 30 این همه سال کار نجاری یا بنایی کرده بودی، ملت الان در کوه زندگی نمی کردن. البته به نظرم فلان شعر بوده. بله، اون پادشاه هم دنبال یکی میگشته که تقصیرها رو بندازه گردن اون. خب
خب اینم از اینو بتیک برام یه چند تا چی فرستاده، الان وقت ندارم بخونم، بعدا میخونم، اینم پاک کنم. و ما اگه خواستید جزء لیست ایمیلمون هم باشید که براتون بفرستیم، با info@mardomtv.com تماس بگیرید. بذارید من اینو بیارم که شماره تلفن زیرش هست، کدوم 202 افکت 2. بله این شماره تلفن، شماره تلفن واتساپ هم هست دیگه. زنگ نزنید بگید من بیرون وایسادم، چون ممکنه از اون بالای سطل آشغال بریزم تو سرتون. مردی که احمق زنگ زده، آقای سلیمان یکی از دوستانتونه، بعد وقت میخوای دوست باشی مثل آدم میمدی دوست میشدی، مگه ما دوست کم داریم تو این 20 سال؟ بعد من برات ارزش قائل شدم، جمعه صبح بلند شدم اومدم مانیتور و چراغ و تلویزیون و دوربین اینا رو کار انداختم، و توی احمق نشستی هه هه دوستم هم اینجا برای من لینک زوم بفرست، مگه من نوکر ننتم؟ اوکی اینم از این دوستان عزیز. توی این کاغذ با اون کسی که صحبت میکردم گفت من یادمه که، ولیش که اصلا بعدا یه وقت بیاد با خودش صحبت کنیم، در نبودش صحبت نکنیم. این دوتا کاغذ رو پاره کنیم ببینیم دیگه چی نوشتیم اینجا، میخوام که چیز ناگفتهی نمونده باشه. بله به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. هر جا هستید خوب و خوش باشید. این برنامه رو اگه از فیسبوک میبینید، اون بلاخ که چه ارز کنم، لایک رو بزنید. اگه از یوتیوب میبینید دوباره لایک رو بزنید، سابسکرایب کنید، و به قول یکی گفت دیگه خودتون میدونید که چه گلی به سر خودتون بزنید. مرسی که با تلویزیون مردم بودید. روز روزگار بر شما خوش.